بندازی، دکمه رکوردم بزنیم. بله، خب بریم سراغ فرانک عزیز. فرانک جان بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید. بله، با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه، من فرانک با ریش نزده، یک هفته نخوابیده، دو هفته خونه نرفته، من فکر کردم دایی حاجی میشی فرانک جان، یک هفته خونه نرفته و دوش نگرفته در خدمت شما. تو هم دوش گرفته همیشه. فرانک میخوای بری سفر حج دیگه. دوستان عزیز، ما یه نقص فنی در استودیو داریم امروزی. نقص فنی همینه، یکی از دو تای ما قاطی کرده. اینها نگاه بکنیم ببینیم جریان چیه. نکن وسط برنامه کتاب دانش آخه همچی چیزی میاد. سکوی سر بزنی درستش کنم. خب آقای فرانگ عزیز، از دست این فیسبوک و شنوندگان عزیز، فرانک عزیز در یکی دو روز گذشته 51 سال سنش شد. آقای آزادی، سن آدم نه باید بگم نه من باید بگم هیچ کاریش هم نمیشه. آقای فرانک تولدتون مبارک باشه، انشاءالله 100 سال به سالهای خوب خوب با آرزوی این که ماشاءالله دست بزنیم. از اون 10 سال 12 سال گذشته که ما شما رو دیدیم دست نخوری آقای فرانک. لطفا میگم تمام اینایی که ما بهشون گفته بودیم سنوی 10 15 سال، خب دستت رو شد، یه زنم برات بگیریم شهر کنده. فقط این شهر و این خبر رو کم داشت که سن اصلی منم همه 51 سال عزیزان سنشه. هر کی هم هرچی گفته 25 30 اینا همه رو دروغ. 20 سال من میشناسم. آقا زادی، من الان من معمولا همیشه یک هفته قبل از تولدم و یک هفته بعدش شهر رو شبانه ترک میکنم که یه وقت این دوستان و آشنایان منو وسط یه جشنی اشتباه، یه چند سال پیش بود که سورپرایزتون می‌خواستیم بکنیم نشد. آره، یه چند سال پیش بود که من گفتن، یه دفعه همین روزا بود من زنگ زدم گفتن که فرانک بیا مسئله کامپیوتری و اینا فلان. بعد من رفتم یه دفعه دیدم درو که باز کردم بادبادک و نمیدونم بادکنک، برادر بادبادک چیه، بادکنک و بادبادک و همه چیزا رو ترکوندن و خلاصه یه ککم زدن تو صورت منو. ککم زدن به دیگه چی دیگه. خب بچه ها لطفا از اون پشت بیاین یه کیک بزنین تو کله چیز از این دیگه. بعد از اون حادثه که منو چیز نکنن، سورپرایز نکنن، معمولا من شهر رو ترک میکنم، ولی این فیسبوک رو یادم رفته بود که بعد که برگشتم دیدم ای داده بیداد این صد... خاله زنک و عمو مردک فیسبوک. بله دیگه، بله. ما اینجا مینویسیم آخه. ببین من اینجا نوشتم تولد فرانک. شما 17 ماه آپریل به دنیا اومدید، درسته؟ آره دیگه. اومدم خلاصه دیدم ای دا. در صورت فرانک جان تولد مبارک باشه، آرزوی بهترین ها رو برات داریم. دیگه هم آهنگ اینا برات پخش میکنیم. کادو هم نخریدیم، کیک هم نخریدیم. چه خوب و... بریم سراغ کتاب دانش ها. بله بله بله. حالا شما بگو آقای فرانک، در شروع برنامه بگو ببینم چه حالی داره آدم 51 سالش. من که اون نشدم، شما چی؟ من که اولین بار خودم این عدد رو میشنوم. نه بار پنجم بده، خب بار اولت دیگه. ای داده بیداد. دیگه آره دیگه، دیگه پا به سن و چیز دیگه، دیگه تمومه دیگه. دیگه باید بازیگوشی رو بذاریم کنار و آقای فرانک شما فکر میکنی 14 سال دیگه در سوئد به سیستم بازنشستگی سوئد برخورد میکنی یا نمیکنی؟ یا دیگه چیزی باقی نمونده؟ من که امیدوارم که هر روز هر لحظه هر چه زودتر از اینجا. آقا من 20 ساله اینو میشدم، هر روز میگم من میخوام درم. اگه بد بود رفته بود. 30 سالی است من میخوام از اینجا درم، ولی همون من بازم مونده. خیلی خب، بریم سراغ کتاب دانش. چه خبر؟ بله، بریم دنبال کتاب دانش. و امروز 1001 واقعه علمی تاریخی و فرهنگی رخ داده که براتون تعداد کمی از اینها رو فرصتی است که توضیح بدیم. و اینکه این آقا زاد، من این کامپیوترم الان یک دو هفته ای که حتی درش هم نبستم، چون اینقدر توش خبر هست که اگه درش ببندم ممکنه یا منفجر بشه. راستی یا آقای فرانک، یه سوال هم شروع برنامه یه سوال بکنم. فرض کنید که مثلا الان من با همین اکسپلورر بود اون قدیما، یا مثلا مال همین اپل و اینا، با همین چی اسمش، مال اپل چیز سفاری و اینا. بله بله. من میرم مثل شما مثلا یه 20 تا خبر پیدا میکنم، همین پشت سرم دیگه میذارم، اینام توی یه فلیک پشت سرم دیگه میان. خب بله. حالا من مجبورم این کامپیوتر خاموشش بکنم، میتونم یه جوری سیوش بکنم وقتی برگشتم فردا دوباره بزنم همه این خبرها پشت سرم دیگه دوباره بله. میان. بله، سوال بسیار خوبی کردید که این سوال پس همین الان جواب بدیم. این آره، کار رو به صورت ساده به دو طریق میشه از ریکامند که میکنیم، وب براوزر گوگل کروم هست که میتونید این کار به دو طریق انجام بدید. ساده ترین طریقش این است که
در ستینگ های گوگل وارد میشید و به گوگل میگید که هر وقت من دوباره وب براوزر رو روشن کردم خب. تمام اون فلیک هایی رو که تا به حال باز بوده رو همه رو اتوماتیک برگردون. و روش دوم این است که اگر میخواهید اینها رو به هر حال سیف کنید برای آینده، چون معمولا اینجوریه که اگر اون کار کنید بعد یه سایت دیگر باز کنید اون قبلی ها رو بسته میشن. درسته. شما یه فلیک جدید باز میکنید، یه تب جدید باز میکنید و رایت کلیک میکنید روی اون تب و میگید که create bookmarks for all the tabs، آخرین آپشن. اوکی. در گوگل کروم مثلا من 10 تا صفحه رو باز کردم، میرم روی صفحه آخری رایت کلیک میکنم و آخرین آپشن رو انتخاب میکنم که اسمش هست save all bookmarks. کجاش اینو من میرم میزنم کجا با... آخرین اون یکی از اون تپ ها یا فلیک هایی که باز کردید. خب بعد اونجا میزنم رایت کلیک اسکاپ اپ ها اسکاپ اپ فور بوکمارکن فور الا فلیک. بعد میگید کجا اسپارو کن، بعد که رفتید اونجا میتونید انتخاب کنید که همه رو باز کن یا از اون لیست یکی یا دو تاشو باز کنید. آقا من بسیار از شما سپاسگزارم، یکی از بزرگترین مشکلات رو حل کردید. ما منتظر صحبت های شما هستیم که در 45 دقیقه اول برنامه صحبت های شما رو داریم و بعد میریم سراغ سوال جواب های هموطنانمون در 45 دقیقه دوم. بفهمید. بله، پس ما شروع میکنیم برنامه شماره 11 کتاب دانش رو در سال 2018. بله. و امروز 19 اپریل سال 2018 هست که این برنامه رو براتون داریم و خبر رو اول شروع می‌کنیم با یکی دو اطلاع و آپدیت از وضعیت دوباره دلار و ارز در ایران که متأسفانه خبری است نگاتیو که ما اینجا یکی دو بار در به صورت مفصل در هفته گذشته راجع به این وضع توضیح دادیم. اما آخرین خبری که داریم این است که این مارکت که همکنون در ایران داریم تبدیل شده به یکی از بزرگترین مارکت‌های فروش جعل و دلارهای تقلبی و دلارهایی که دارای لکه های به خصوص نارنجی یا قرمز رنگ هستند که به این علت هست که معمولا در دزدی های بانکی که در گوش و کنار جهان رخ میده رنگ پاشیده میشه روی این دلارها و بعد اینها خودش اونایی که خیلی رنگشون زیاد یا به خصوص که به این صورت هست که معمولا چون دلارها به صورت دسته‌ای و فشرده شده حمل و نقل میشن، انفجاری که رخ میده که یک سارق اینا رو دزدیده رنگ میخوره به اون چیز کناری باریک اون دلار و وقتی که اینا روی هم فشار داده شدن این رنگ قشنگ دیده میشه، ولی وقتی اینا رو یکی یکی به کسی بدید این جداری کنار رو نمیبینن. و اما در اروپا و در آمریکا و معمولا در هر جایی که به خصوص در اروپا که میرید دلاری رو چنج کنید اولین کاری که میکنن این دلار رو میذارن زیر یک دستگاه مخصوصی و که این دستگاه نشون دادن و نشون دادن اون لکه های نارنجی و پیکاپ کردن و پیدا کردن اون لکه هاست که متاسفانه آخرین اخباری که من شنیدم این است که این مارکت تبدیل شده به یکی از بزرگترین ها و از همه گوش و کنار جاهایی که میخوان این دلارها رو آب کنن و از بین ببرن اینا رو میارن در مارکت ایران و در دسپرشنی که مردم هستند در بازار اینا خرید فروش میشه و یعنی بدون اینکه مردم بدونن دارن دلارهای تقلبی رو میخرن، یعنی دزدی ها رو در واقع. بله، دلار رو میخرید بعد دارای لکهای ریزی هستن یا در کنارشون یا در خودشون، بعد که اینو میفرستید اروپا یا میایید اروپا که خرج کنید وقتی که برید اینا رو بدید به شما میگن که مثلا این 20 دلاری و این 5 دلاری یا این 100 دلاری رو ما چنج نمی‌کنیم به دلیل اینکه حالا این موضوعی است که من شنیدم. حالا اگر کسی از شماها همچه موضوعی شنیده و همچه اکسپریانس یا همچه تجربه داشته که رفته دلاری چنج کنه و بهش گفتن که اینو ما چنج نمی‌کنیم چون لکه‌ای روش هست، یا من پوند انگلیس رو بردم چنج بکنم حقیقتا، بله چند سال پیش 10 سال پیش بودن بعد یه لکه قرمز گوشش بود، بله پرم کنم ما اینو چنج نمیکنیم ای بابا. بعد که بردمش با خودم یه بار رفتم مادرم ببینم انگلیس، رفتم اونجا طرف خوشن چنج کنم گفت نه این لکه چیزی میخواستیم، ولی در سوئد نکردن این، بله بعد چون نمیدونستن چی هستش دقیقا. و بعد از این که یادآوری کنیم که الان چند سالیست که دلارها آپدیت شدن و نوعای جدیدی و اسمارتری از دلار هست که معمولا اینها خیلی اینا رو باید توجه کنید که میدونی که آقا زدی دلارای جدید هست که با این شما چیزای جدید و بعد این چیزی که توشه جدید و خیلی دلار، بله علائم جدیدی دارن دقیقاً اینها رو، و اون قدیمی ها هم هنوز اعتبار دارن ولی خب اینها هم بیشترین چیز رو داریم که در مارکت ایران هستن متاسفانه.
و باز این مسئله من این سوال پیش میاد که آقا داری مثلا برای مثال آقا داری شما تا به حال چه شنیدید که خانواده سعودی از خواب که بیدار میشن هر روز صبح اولین کاری که کنن من دلار چک کنن قیمت دلار یا چرا خانواده فرانسوی وقتی صبح بیدار میشه چون یه منبع درآمدی شده متاسفانه براشون دیگه، یعنی روز زندگی روزانه شون رو با خرید و فروش دلار و ارز و اینا متاسفانه چیز میکنن دیگه. آره یعنی واقعا اخوندام که شهرشو کندن دیگه، گفتن آقا همه دلارو جمع کردن. آره بعد راحتی گفتن دیگه دلار بی دلار با یورو کار کنیم و ای داده فاج... بله. خب از این خبر نگاتیو و اسفناک که در جلسه گذشتم راجع به صحبت کردیم که متاسفانه کشورمون رو اقتصاد کشور ایران رو برده جز ده تای فاسدترین و عقب افتاده ترین و بدترین در جهان، دارای بیشترین کراپشن و این داستان ها، در همون رده‌ای که سودان جنوبی، اتیوپی و بعد اون ونزوئلا و اینا هستن، متاسفانه سوریه و افغانستان اینا، کشور ما هم در اونجا و از لحاظ جمعیتی و از لحاظ البته تعجب داشته باشید جمعیتی و وضعیتی که راجب سن و اینای کشورمون گفتیم که مردم بشه صورتن، ایران بزرگترینه و یعنی از همه متوجه هستید چون بقیه کشورها مثل سودان و نمیدونم اون ونزوئلا و اینا خب از لحاظ کوچیکی و از لحاظ جمعیتی و اینا هیچ کنوم در مثل ایران نیستن و ایران اگر این مسئله بخوایم حساب کنیم میشه بنابراین بزرگ چیزترین در جهان جز این رده در رابطه اگر بخوایم جمعیت و موقعیت کشور رو بعد تعداد جمعیت و بعد اینا رو حساب کنیم متاسفانه میشیم که ودارای بی ارزش ترین پول جهان. بله پس از این خبر اسفناک تاسف انگیز میریم به یک واقعه باور نکردنی که در رابطه با این واقعه باور نکردنی یکی دو فیلم کلیپ رو هم به روی فیسبوک کتاب دانش براتون گذاشتیم که میتونیم آغازی شروع کنیم. نگاهی داریم به یکی از وقایع باور نکردنی و انقلابی جدید در صنایع نظامی آمریکا که پایه‌گذار این جنریشن جدید و این انقلاب جدید خانمی است ایرانی به نام افسانه ربیعی. در رابطه با این دانشمند یکی دو فیلم کلیپ رو به روی فیسبوک براتون از مرکز تحقیقاتی و دانشگاه این خانم ایرانی گذاشتیم و بنابراین بحث اول رو شروع میکنیم با معرفی یک هموطن و اینکه این هموطن چه کار کرده و چه عاملی باعث شده که در هفته گذشته تقریبا تمام خبرگزاری ها و مجلات معروفی که در آمریکا در رابطه با تکنولوژی و ساینس می‌نویسند و به خصوص خیلی وقتا خب صنایع نظامی آمریکا همیشه اینوست می‌کنه روی جدیدترین تکنولوژی، روی جدیدترین سیستم‌ها که نگاهی داریم به این و برنده جایزه افتخاری مهمترین میشه گفت تحقیقات و اتفاقاتی که ارتش آمریکا به یک نفری داده، خانمی ایرانی و نگاهی داریم برای مریم، یعنی ایرانی تبار. بله خانم ایرانی تبار. میریم به هومه های در رابطه با محل تولد. همه اولین فیلم هست که درسته؟ بله یکی دو تا فیلم رو من گذاشتم و فیلم سوم هم در رابطه با این هست که یکی از معروف‌ترین مجلات مکانیک آمریکا تحقیقات این خانم رو، این خانم ایرانی رو چاپ کردن و گفتن که تانک های ارتش آمریکا و به هر حال هواپیماهای ارتش آمریکا در راه تغییر داده شدن هستن به سیستم و به این متریالی که این خانم ایرانی اون رو مثلا می کنم فیلماش هم رو مانیتور که پشت سر شما هستش حتما نشون بدم. بله فیلم ها رو نشون بده که شما کنید در موردشون صحبت کردن من فیلم ها رو نشون. بله میریم به کشور ایران و همای شهر ادهی میگن که خانم افسانه در همای شهر کرج در سال 1965 بیرون اومده. من در جایی اسم بروجرد رو دیدم و در جای دیگه اسم شیراز رو دیدم. به هر حال متولد کشور ایران در سال 1965 و در خانواده‌ای بسیار ساده به دنیا میاد و در زمان کودکی با مثل معمول با عروسک و با اسباب بازی بازی میکرده و هیچ کس فکر نمیکرده که این دختر ساده و ساکت یک روزی انقلابی کنه در صنایع نظامی آمریکا و برنده مهمترین جایزه دنیای مکانیکال انجینیرینگ بشه که میشه گفت این رو مقایسه کرد با جایزه نوبل اون ریاضیات که خانم
مریم میرزاخانی یک روز برنده شد، ولی در زمینه فیزیک و مکانیکال انجینیرینگ هم جوایزی داریم که برنده مدال افتخاری این رو هم ایشون برنده شده. بنابراین هیچ کس فکر نمی‌کرد که این دختر ساده و ساکت یک روزی بتونه همچی کاری کنه. پس از گذراندن دوره دبیرستان که باز هم در رابطه با این هم یه سری شبهات هست که آیا دبیرستان فرزانگان بوده یا دبیرستان خوارزمی بوده و غیره، به حال در سال 1983 از اون دبیرستان فارغ التحصیل میشه و با داشتن نمره‌های عالی که داشته وارد میشه به شریف یونیورسیتی آف تکنولوژی، دانشگاه شریف، و در سال 1986 در سن 21 سالگی مدرک انجینیرینگ خودش رو SMS فرستادن، گفتن شما گفتین 1965 یا 1365؟ 1965 انگلیسی داره میگیم. بله 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 1965، یعنی ایشون الان تقریبا یه سری نزدیک 53 سالشه. بله بله. و در سال 1986 با در سن 21 سالگی مدرک مهندسی خودش رو در مکانیکال انجینیرینگ از دانشگاه شریف دریافت میکنه و تقاضای و پس از مدتی به هر حال کار این برنامه ها تقاضای ادامه تحصیل میکنه در چند گوش و کنار جهان و سر در میاره از کشور ژاپن و وارد میشه به یونیورسیتی آف توکیو، قسمت ساینس و تکنولوژی این دانشگاه، و به ژاپن مهاجرت میکنه و ظرف کمتر از 2 سال زبان ژاپنی رو یاد میگیره، وارد دانشگاه یونیورسیتی آف توکیو میشه و در سال 1997 در سن 32 سالگی فیلسوفی دکترال دیگری خودش رو، یعنی مدرک دکترای خودش رو در مکانیکال انجینیرینگ اند ماتریال ساینس دریافت میکنه. پس از مدتی کار در چند گوشه و کنار کشور ژاپن و چند کمپانی ژاپنی برای ادامه تحصیل به آمریکا میره و بالاخره برای ریسرچ و تحقیقات به عنوان دانشمند افتخاری هاروارد یونیورسیتی به آمریکا میره و در سال 2011 به عنوان دانشمند افتخاری و ریسرچ ساینتیست یونیورسیتی آف هاروارد شروع به کار میکنه و پس از اون هم که شروع به تحقیقات و در اینجاست که شروع به کار میکنه با نوعی فلز جدید و متریالی جدید که به مراتب سفتر و سختر از فولاد هست، اما به مراتب سبکتر و انعطاف پذیرتر از فولاد و سفتر از فولاد ولی سبکتر، و به طور ساده این رو میشه مقایسه کرد این متریال رو با همین آقای همین چیزی که باش ظرف رو میشوریم توی آشپزخونه، اسفنج میگن، چی میگن؟ بله همین اسفنجای ظرفشوری. بله اسفنجای ظرفشوری، ولی این رو از نوعی متریال درست میکنه که آهنی هست و دارای سوراخ سوراخ هست که آقای زاده اگر فیلمش هم عزیزان دیدن پشت سر شما، من دارم همه فیلمایی که شما گذاشتین رو دونه دونه نشون میدم. بله. بله و در اینجاست که شروع به تحقیقات و آزمایش میکنه به روی فلزی جدید و درست 10 سال پیش بود و که این متریال رو به ثبت میرسونن و پتنت فرمول شیمیایی این متریال رو به ثبت میرسونن و در رابطه با این آزمایشگاه افتخاری هم در این رابطه با این دانشمند آزمایشگاهی هم در دانشگاهی که ایشون تحقیقات میکنن اسمشون ثبت شده. بله بله. و نگاهی داریم به اسم دانشگاه و دانشگاه بله نورث کارولینا استیت یونیورسیتی هست که این تحقیقات در اونجا آغاز میشه و یکی از دلایل این کار این است که ارتش آمریکا در یک ریسرچ لب و مرکز تحقیقاتی دارن که با دانشگاه‌های مختلف آمریکا مثل ماساچوستس اینستیتوت آف تکنولوژی و جای دیگه مشغول به کار هستن که در این زمینه با دانشگاه میشیگان که شروع به همکاری میکنن و آگاهی پیدا میکنن از این فلز و از این متریال جدیدی که کشف شده، این رو مورد بررسی قرار میدن و در درست 10 سال قبل این رو میان اینستال میکنن به روی 1-2 تا زره پوش ارتش آمریکا و وقتی که اینها رو به روی میدان مین میبرن و مین در زیر اینها منفجر میشه یا موشکی که ضد تانک هست رو به اینها پرتاب میکنن، اونجا متوجه میشن که کاربرد این متریال استثنایی و باور نکردنی است و نه فقط جلوی وایبریشن رو میگیره، چون یکی از بزرگ که در تانک نشسته که رو به روی مین میره و اون مین منفجر میشه،
ارتعاشاتی است که از طریق اون مین و از طریق بدنه تانک وارد میشه و آسیب میزنه به بدن و پاهای اون سرباز. ولی با گذاشتن این فلز و در دور تانک و تغییر متریال، این انفجار تقریبا غیر قابل حس میشه برای اون نفری که در تانک نشسته، به دلیل اینکه این متریال هم جلوی اون ارتعاشات رو میگیره و هم ضربه رو میگیره و درست مثل یک ایربگیست، یا به طور کلی مثل این هست که شما بیاید یک تانکی رو در یک جعبه تخم مرغی بذارید. یعنی همون کاری که تخم مرغ میکنه و همون کاری که یا بهتر بگیم همون کاری که جعبه تخم مرغ با تخم مرغ میکنه، اگر شما حتی مثلا جعبه رو از دستتون میفته، به هر حال متریال اون جعبه طوری است که این تخم مرغ رو حفاظت میکنه. درست همین سیستم و همین مکانیزم رو داریم در رابطه با این فلز جدیدی که این دانشمند هموطن اختراع کرده. و مرکز یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی ارتش آمریکا به نام US Army Aviation Applied Technology Directorate با چندین مرکز محقق در تحقیقاتی در دانشگاه آمریکا مشغول به کار هستند و در یکی از مهمترین اقدامات و کارهایی که انجام دادن، بنابراین کار با این فلز هست یا متریال که اون رو مخفف CMF یا Composite Metal Foam یا آهن کفی، یعنی آهنی که مثل کف هست، که تحقیقات میکنن. و در هفته گذشته یکی از مهمترین مجلات آمریکا به نام popularmechanic.com که اگر برید لینک این مقاله رو و تصویری از یک تانک رو به روی فیسبوک کتاب دانش داریم که شما رو میبره به این مقاله و توضیحات کامل در رابطه با این متریال و فیلمی دیگری که دانشمندان آمریکایی و در رابطه با این تحقیقات به روی یوتیوب گذاشتن، که فیلم برداری میکنه از یک فشنگ و از یک گلوله که وارد یک تانک میشه و عملکرد این گلوله و اصابت این گلوله و واقعی که رخ میده با اون تانک در زمانی که این متریال در اونجا استفاده میشه. و پس از این موفقیت و تصویب و اینکه این فلز حتما این در این صنایع استفاده خواهد شد، همکنون این خانم ایرانی تبار در یک مرکز ریسرچ و ساینتیست دیگه هم در رابطه با که ناحیه کاملا جدا در زمینه به روی مغز انسان، به روی جوینت های زانو، دستا، بازوها و همه دارن کار میکنن که اینها رو هم بتونن درست کنن و به روی برامرین این فلز و این متریال رو میتونن در زانوهای مصنوعی، در بازوهای مصنوعی و در پاهای مصنوعی، که باز هم قسمتی نظامی که ارتش آمریکا در این تحقیقات هم سهیم است، که اگر زمانی که واقعی رخ میده که سربازان آمریکایی دچار آسیب میشن، دست مصنوعی، پای مصنوعی و همه رو میتونن با این متریال درست کنن. و از طرف مهمترین شرکت‌های آمریکایی و به خصوص کمپانی تویوتا، فورد و هیوندای هم کانترکت‌ها و قراردادهایی با آزمایشگاه این دانشمند نوشته شده در زمینه استفاده از این فلز در جلوی سپر اتومبیل ها. و در فیلم هایی که نشون دادیم به روی فیسبوک یا کتاب دانش میبینید که هم از زانوها و هم از اصابت یک اتومبیل با یک دیوار بتونی و اینکه چه تفاوتی هست که این واقعه زمانی رخ میده که این فلز جدید رو در اونجا اینستال میکنیم. خانم افسانه ربیعی همکنون دارای درجه Associated Professor of University of Michigan هستند و برنده جایزه افتخاری Faculty Early Career Development Award در سال 2003 که به تحت عنوان Associating Researchers of the Year، یعنی به عنوان یکی از بهترین و پروفسور نابغه و کسی که دارای تسلط به زبان ژاپنی، فارسی و انگلیسی هست و با دانشگاه شریف University of Technology در تهران، ایشون البته این صحبتی که من شنیدم
گویا چند سال قبل بود که با این دانشگاه و با چند شاگرد که در اونجا درس میخوندن و تحقیق میکردن برای ایشون پروفسور اینها بود و در حال حاضر به سایت دانشگاه که میریم میبینیم که کسایی که در آمریکا در حال گرفتن دوره تخصص یا فوق تخصص و دکترای خودشون در مکانیکال انجینیرینگ از سازمان تحقیقات و فضایی ناسا هستن. آقای فرانک عزیز دوستی ایمیل فرستاده نمیشتن، نامی برای این متریال جدید گذاشتن یا هنوز نام؟ بله، ما اینجا نام این متریال رو به روی فیسبوک داریم و نام اصلی این متریال رو هم اینجا براتون گفتیم. اسم این متریال از کامپوزیت متال فوم یا CMF، کامپوزیت متال فوم، که دقیقاً میتونید این رو برید و به روی فیلم‌ها و مقاله‌ای که اینجا گذاشتیم دنبال کنید و تحقیقات. این تحقیقات 10 سال به طول انجام میده. من یادمه آقا زادی اون موقعی که در انفوان جوانی برنامه کتاب دانشجو شروع کردیم، ایشون رو جز اولین برنامه‌ای که ما اینجا معرفی کردیم این خانم بود و تحقیقات این، اما تا 10 سال طول کشیده تا اینکه در هفته گذشته تصمیم‌گیری شد که این فلز واقعا قابلیت استفاده، ما تشویقشون کردیم ایشون کاراشون رو دنبال کردن. بله دیگه، بله دقیقاً. و خب اینم از این بانوی عزیز. و در رابطه با این تحقیقات هم که گفتیم موشک هایی که به تانک ها زدن و اصابت موشک های مختلف به تانک ها، عبور تانک ها به روی مین، پرتاب موشک از هوا به یک تانک که این متریال رو داره، همه رو در طول این 10 سال مطالعه کردن، آزمایش کردن و تصاویر باور نکردنی و تحقیقات استثنایی است از روی Next Generation Combat Vehicle، یعنی هواپیماهای آینده آمریکا یا تانک‌های آینده یا حتی کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکا در آینده، بنابراین در راه رفتن به استفاده کردن از این متریال بعد در آینده در زانوهاتون، در اتومبیلاتون. و این از داستان یک محقق و دانشمند ایرانی. بله بله، بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بله، ما البته یک لینک هم داشتیم به آزمایشگاهی که به افتخار این دانشمند تأسیس شده در این دانشگاه، که ببینم که آیا اینجا بود یا نه. نه این فیلم، به هر حال لینک ها رو به روی فیسبوک هم کتاب دانش هست و هم آقازادی این برنامه رو آنلاین میذاری، میتونید اینها رو ببینید و دنبال کنید. بله اینم از این و مصاحبه هم که شما پخش کردید و تصاویری هم، عکسایی هم داشتیم آقازادی که از ایشون که بله بله همه رو نشون بده. بله بسیار. خب میریم پس به خبر بعد و این خبر ما رو میبره به، ببینم که کجا بریم آقا داری، هزار یک خبر. بله بریم، اولا نگاهی داریم به شایعاتی که در رابطه با سیستم های جدید تلفن های اپل درج شده اخیراً، چون میدونید که به زودی ماه می، جون، جولای، آگست، سپتامبر، یعنی حدود تقریبا 5.5-6 ماه دیگه کمپانی اپل پرده برداری خواهد کرد از تلفن های جدیدش و از همین همکنون شایعات در رابطه با iOS ورشن شماره 12، iOS ورشن شماره 13 همینجوری بیشتر بیشتر داره میشه و به خصوص این که نگاهی داریم در رابطه با اخبار آیفون که قراره در ماه سپتامبر آیفونی بزرگتر از آیفون اکس به بازار بیاد، بنابراین این آیفون رو بزرگتر هم خواهند کرد. آقای زاده اینی که شما دارید دیگه مثل همون سری هفته اکس و اکس، شما آیفون اکسی که دارید رو میخوان بزرگتر ورشن، میگن مثل 6S و هفته اس که بزرگتر بودن این کار کنن. و در آخرین تحقیقاتی که انجام شده و تستایی که صورت گرفته حاکی از این است که قرار دیسپلی های این تلفن ها رو هم شبیه تلفن های ایج سامسونگ کنن که در که این میاد و تا حالت قوسی پیدا میکنه در اطراف. البته همه اینا شایعه است دیگه. بله همه اینا شایعه است و ولی در از جایی که این شایعات رو داریم میخونیم جایش موثق، به دلیل اینکه تقریبا همیشه وقتی اینا یه چیزایی گفتن ما اینا رو دفعه دیگه هم که گفتیم از هر 10 تا تست چیز نظری که داشتن و شایعات 15 تاش درست در اومده. بله و شایعه دیگه این است که تلفن خودتون رو قادر خواهید بود که با حرکت دست در هوا هدایت کنید، سیستم و مکانیزمی که برای اولین بار سامسونگ اون رو چند سال پیش روی تلفن‌های گلکسی S4 خودش داشت. اما فرق سیستم اپل با سامسونگ گلکسی این است که در سیستم که این
جستر یعنی با عمل کرد یا حرکت دست در هوا که ورق میزنید یا صفحه اینترنت رو بالا پایین میکنید بدون اشاره به دیسپلی. این اولین بار تحقیقات و پتنت و تکنولوژی بود که کمپانی سامسونگ و ال جی اون رو عرضه کردن با اینستال کردن دو لنز مخصوص در بالای تلفن. اما در زمینه کمپانی اپل این احساس و این حرکت دست و اشاره انگشت و چرخش اون در هوا از طریق سنسورهای دیسپلی انجام خواهد شد. بنابراین تکنولوژی کاملا جدید و باور نکردنی و استثنایی بدون احتیاج به اینستال کردن دوربین و سنسوری جدید برای این کار در بالای تلفن. و اینکه مدل جدید آیفونی هم خواهیم داشت در بازار که تا خواهد شد و پهن‌تر خواهد شد و تقریبا به سایز یک آیپد مینی تبدیل خواهد شد. بنابراین موبیل آیفونی که بتونه مثل کتابچه باز شدن رو داره. بله حالا ببینیم این شایعات بالاخره کدومش درست در میاد دیگه. چه میشود بله. که خلاصه این هم از این. و این رو هم براتون بگیم که در رابطه با این هم توضیح بدیم که بله و وقایعی که آپرین سیستم ورشن آی او اس 12 و 13 خواهند داشت چه کارهای باور نکردنی خواهند کرد. اینا رو ازشون میپریم میریم و میریم برای یک خبر بعد. و اون خبر بعد جدیدترین آزمایش چند مؤسسه به روی مکانیزم وایرلس چارجینگ تلفن‌های کمپانی اپل هست. میدونید که مدل‌های آیفون 8 و آیفون X مجهز هستند به مکانیزمی به نام ایر پاور یا وایرلس چارجینگ. این به معنیست که تلفن خودتون رو میذارید روی یک سطحی که و تلفن چارج میشه. بر طبق آمار و تحقیقاتی که یا بهتر بگیم اخباری که کمپانی اپل درج کرده این است که به طور کلی باتری موبایل شما رو ما طوری تنظیم کردیم که و گارانتی میکنیم که پس از 500 دفعه چارج به هر حال 80% کپاسیتی یا اون چیز خودش رو داشته باشه. یعنی پس از این که من موبایلمو هی شارژ کردم پس از بار 500 هم دیگه کم کم این موبایل با سرعت بیشتری چارجینگ خودش رو از دست میده. اما در زمینه تلفن‌هایی که و باتری‌هایی که در این تلفن‌هایی است که روی وایرلس چارجینگ می‌ذارید و از طریق ایر پاور اینها رو چارج می‌کنید، آسیب و زیانی که به باتری وارد میشه به مراتب بیشتر هست از این که زمانی که باتری رو با سیم چارج میکنید. این به این معناست که وقتی که شما آیفون خودتون رو با سیم یا تلفن خودتون رو با سیم چارج میکنید، باتری تلفن دیگه کار نمیکنه و باتری میره در یک سیف مود یا بهتر بگیم در یک چیز استراحت و جریان برقی و استفاده از باتری نمیشه و این باتری فرصتی داره چند ساعتی که داره شارژ میشه تلفن که استراحت کنه و اون متریال شیمیایی توی باتری میشه گفت در حالت استراحت باشه. اما زمانی که شما تلفن رو به صورت وایرلس چارج میکنید، تلفن روشن است و از باتری مصرف میکنه و همزمان باتری بدون استراحت در حال چارج شدن است. و بنابراین در آزمایشاتی که چند محقق و مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا انجام دادن به این نتیجه رسیدن که اگر بیایید و تلفن خودتون رو که مسلما تلفن‌های سامسونگ و تلفن‌های کمپانی‌های دیگه هم در این به همین صورت هستن رو اینا رو بیایید بیشتر وقت‌ها به صورت وایرلس چارج کنید، به جای اینکه بتونید اینها رو در زمینه کمپانی اپل و تلفن این 500 دفعه بتونید چارج کنید تا اینها بعد باتشون بد بشه، پس از دفعه 120م 130م و حتی در مواردی 135مین بار که چارج کردیم این تلفن تقریبا باتریش آسیب می‌بینه و بنابراین زیان بسیار زیادی وارد میشه به باتری زمانی که این باتری از طریق ایر پاور یا به صورت وایرلس چارج بشه. اینم یک صحبت بود که گفتیم بدونیم برای شما بگیم که تلفن‌های خودتون رو میذارید و به صورت بدون سیم چارج میکنید که آسیب میزنه به باتری. این الان در آپدیت جدیدی که برای آیفون اومده، اگه که در قسمت اینستل نگار در قسمت باتری بریم، یه چیزی اومده به نام باتری هلسا بخش، یعنی به صورت بتا، یعنی آزمایشی. خیلی جالبه، نشون میده شما مثلا در یک هفته گذشته کدوم برنامه بوده که بیشترین مقدار باتری رو برای شما استفاده کرده. چه جالب. الان مثلا مال من نوشته در یک هفته گذشته فیسبوک 19% باتری من استفاده کرده،
و از اون دست این فیسبوک آقا جان، آره. پس فقط تولد من فاش نکرده، اومده کلی کار دیگه هم به فیسبوک چیکار داره بده. آها نه اون باتری رو بنزید. ولی در 24 ساعت گذشته 32% باتری منو در واقعیتش چیز برده، فیسبوک برده و فیک لامپا، این چراغه که روشن میشه 19% باتری. من اصلا فیک لامپا استفاده نکردم. آقا جان هر وقت اس ام اس میاد براتون اون تلفن 16% استفاده کرده فقط. بفهم. بله. دست شما دار نکنم. خیلی خیلی از این. و میریم به یک واقعه باور نکردنی. آقای فرازی فرصت چی؟ زمان چی؟ 10 دقیقه. بله میریم به یک واقعه استثنایی دیگه و اون ورود به عرصه جدید در فضاشناسی و اکتشاف فضا و کشف سیارات و کرات شبیه به کره زمین است که در 2-3 شب پیش رخ داد. آقای فرازی اگر به فیسبوک کتاب دانش بریم، نگاهی داریم به پرتاب جدیدترین و مدرنترین تلسکوپ جهان، یا بهتر بگیم یکی از اونها، چون یک اصلی و بسیار بزرگتری در راه است. اما این تلسکوپ جدید که پرتاب شد به آسمان به توسط کمپانی اسپیس اکس و دیزاین و طراح این همونی که اسمش Very Huge تلسکوپه، نه اونه این اسم این هست تس Transiting Exoplanet Survive Satellite هست اسم این پروژه. به فیسبوک کتاب دانش بریم، نگاهی داریم به پرتاب موفقیت آمیز این تلسکوپ به فضا برای جایگزین کردن و جا گرفتن به جای یک تلسکوپ قبلی که به نام تلسکوپ، بله ببینیم، تلسکوپ قبلی که جانشین این خواهد شد رو هم براتون داشتیم که کپلر، تلسکوپ کپلر رو براتون داریم که به فضا پرتاب شده بود در چندین سال قبل و کار این تلسکوپ جدیدی که در 2 شب پیش پرتاب شد این بود که جایگزین کنه خودش رو با تلسکوپ کپلر. فیلم های آزاد، اگر ما بتونیم این فیلم کوتاهی رو پخش کنیم از این پرتاب، اگر بذارید یه ذره پایین‌تر، من این رو به روی فیسبوکمون گذاشتم، اجازه بدید من ببینم کدوم یکی بود. فکر کنم در انتهای بقیه فیلم ها هست این، اونی که نوشته عکس، نه 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 اینم نیست، اینم نیست، اینم که تانک، اینم که چاینیس، بله تست رو پیدا کردم. بله فیلم تست رو پیدا کردید. بله بسیار عالی. و این سفینه جدید و این تلسکوپ جدید به توسط کمپانی اسپکس اکس پرتاب شد و یک بار دیگه جلوی چشمان حیرت انگیز ناظران قسمت اول این سفینه که این رو به آسمان زده برد، برگشت و نشست روی یک پلتفرمی در روی دریا و بنابراین تونستن دوباره چیزی کنن. دوباره این مال تسلاست دیگه نیست؟ بله اسپیس اکس و پایگزار این کمپانی یان ماسک هست که پایگزار گذار کمپانی تسلاست و سفینه رو داریم و میتونید مراحل مختلف این رو ببینید. ولی خب پس از این که این به جو زمین، خارج از جو زمین پرتاب شد، جالب این بود که اون راکتی که این رو برد برگشت و نشست، که فیلم های استثنایی این رو هم در همین کلیپی که به روی فیسبوکمون داریم مشاهده میکنید رو داریم. سرعتش نزدیک 3000 کیلومتر در ساعت در ارتفاع 28 کیلومتری سطح زمین. برای شما عزیزانی که از طریق وب تی ما با ما نیستید و همجوری سرعتش داره بالاتر میره و تقریبا به 4000 کیلومتر در ساعت در ارتفاع 40 کیلومتری سطح زمین رسیده. ظرف کمتر از چند دقیقه، درسته؟ در 2 دقیقه و 10 ثانیه تقریبا. بله این سفینه، تلسکوپی رو که داره حمل کنه، سایز این تلسکوپ درست به اندازه یک ماشین لباسشویی است، بنابراین به ارزش 350 میلیون دلار، یعنی آقا زادی میشه گفت این گرونترین ماشین لباسشوییه که به ارزش 3 میلیارد کرون که به فضا پرتاب شده و کارش این است که جایگزین بشه با سفینه فضایی قبلی و افتخار قبلی صنایع فضایی آمریکا، سفینه کپلر که به وزن 1000 کیلو بود و در 7 مارس 2009 به فضا پرتاب شد و سفینه و تلسکوپ کپلر بود که در خارج از جو زمین قرار گرفت و درها رو گشود و ژرف‌های فضا رو باز کرد برای ما و تونستیم
کشف کنیم و کراتی رو پیدا کنیم که شبیه کرات خود کره زمین هستن برای زندگی آینده انسان ها. اما مکانیزم و عملکرد تلسکوپ جدید این است که قدرت کاربری و لنزی و سیستم تلسکوپی که بر روی این سفینه که این تلسکوپ تس هست بیشتر از 400 برابر از آقای زادی تلسکوپ کپلر هست و بنابراین قادر خواهد بود که بیشتر از 20,000 سیاره جدید، کرات جدید رو که شبیه کره زمین هستن پیدا کنن و دارای مکانیزمی است که از نوری که و از موادی که به بیرون میاد از اطراف و از دور و یا از نواحی که در میلیون ها سال نوری به دور هستند قادر به آنالایز کردن این طیف های نوری و این مواد است و از این آنالایز میشه فهمید که دوربین رو نگاه کنیم، شما مانیتور رو نگاه کنیم. بله، و از این تحقیق و بر اساس این مانیتور خودمو نه شما دوربین رو نگاه کنید، شما داشتید مانیتور رو نگاه کنید. من رفتم گفتم نکنه اشتباه داشته میکردی، رفتم در این سفینه و فضا و اینا و خلاصه با آنالایز کردن این تصاویر و این نورها قادر خواهد بود که کشف کنه که آیا اون کره در جایی داره به دور کره دیگری میچرخه و بنابراین دارای فصل خواهد بود یا نه و شبیه کره زمین بود یا نه و خلاصه این هم به ورودی به عرصه کاملا جدید که فیلم های این رو هم دارید به روی فیسبوک کتاب دانش مشاهده میکنید و اینم از این داستان. بله، چه کارهایی دارن میکنن فضاشناسی و این رو هم بگیم که فاصله ای رو که تحقیقات برای اون انجام خواهد شد 10 سال نوری تا 100 سال نوری خواهد بود و قراره که توضیح هم برای عزیزانی که نمیدونن که سال نوری چی هست به این مثال هستش که فکر بکنید که یک موشکی رو به آسمان بفرستید که این موشک بتونه با سرعت نور حرکت بکنه و با این که داره با سرعت نور حرکت میکنه 100 سال نوری بره جلو تا برسه به اون نقطه‌ای که الان هست. دقیقاً. و این یادآوری هم کنیم که ما در یک کهکشانی زندگی میکنیم به نام کهکشان راه شیری که شبیه یک اگه بگیم یه سیدی رامی رو که یه ذره بکشید، یعنی که بیزی بشه مانند باشه و از قسمت اون نوک درازتر اون چیز فاصله اون بیزی از این رسم اون هست 100,000 سال نوری هست این قطر این کهکشان راه شیری، یعنی ما تازه فقط اگه که با سرعت نور موفق بشیم با سرعت نور مسافرت کنیم 100,000 سال نوری باید بریم تا تازه از کهکشان خودمون بتونیم فقط خارج از این ور به اون ورش به این ورش از این ورش. و این یادآور هم می‌کنیم که در مرکز این کهکشان راه شیری یک سوراخ سیاهی است و منظومه شمسی در فاصله 26,000 سال نوری قرار گرفته از مرکز این جایی که همه این چیز پیچیده خواهد شد و مکیده خواهد شد در اون و بنابراین وقتی که اعداد رو می‌خونیم آقا جاری 100,000 سال نوری و این که ما فقط 26 تا با اون مرکز فاصله داریم یعنی وضع خرابه دیگه. و بله اینم از این که اینم از داستان فضا. یک مطلب دیگه 2-3 دقیقه ای راه هم میرسیم و بعد دوباره میتونیم که بریم آگهی رو بشنیم برگردیم باقی مطالب رو ادامه بدیم. بله مطلب بعدم که دیگه آقا جاری مطالب همه از ایناست که بله مطلب بعد میریم به نمیدونم چقدر فرصت داریم. بله معرفی یک کمپانی باور نکردنی از کشور سوئد. ما در جلسات قبل چندین بار مقایسه کردیم که اینکه چگونه در کشورهای اروپایی در کشورهای مدرن تحقیقات تکنولوژی بهره برداری اکتشافات کمپانی‌های جدید ایده‌های جدید حتی بر اساس یک پروداکت دیگه‌ای انجام میشه. مثلا اگر من خودم نتونستم در کشور خودم مثلا میگم تسلا رو دیزاین کنم یا آیفون رو دیزاین کنم ولی لااقل در کشورم تونستم یه پروداکتی یه کاری کنم که در اون آیفون یا در اون تلفن یا در اون اتومبیل استفاده بشه. به کشور سوئد میایم و معرفی کمپانی The New Aero که بر اساس یک واقعه باور نکردنی به راه افتاد و اون این بود که جدیدترین تحقیقات دانشمندان کمپانی تسلا نشون داده که خود فرم و
اون آقا زاده این فلی به چی میشه؟ این چیزه که آهن پره یک دور لاستیک به فارسی میشه رینگ بله رینگ خود چرخ. رینگ اتومبیل در موقع حرکت در یک اتومبیل برقی تسلا اگر فرمش درست نباشه و دیزاینش درست نباشه این فشار هوا و لوفت موتسون یعنی برخورد با این اصطکاک هوا باعث مصرف شدن بیشتر انرژی خواهد شد و خود این اشکال ایجاد میکنه در استفاده بیشتر از باتری و تحقیقات بسیار زیاد این کمپانی انجام داده تسلا به دلیل اینکه میدونیم که با باتری کار میکنن و هر کاری رو باید کنن که بتونن این باتری رو شارژش رو مصرفش رو کم نکنن بله مصرفش رو کم کنن و چندی نوع دیزاین و پتنت دیزاین رینگ های مختلف دارن اما یک کمپانی سوئدی به نام The New Aero که اخیراً تشکیل شده در یکی دو ساله این پیش بود که اومد و دید که به هر حال اینا شاید بتونن کاری کنن که دیزاینی کنن که از مال تسلا هم بهتر باشه و بتونه از مال اونا بهتر باشه به دلیل که تسلا بعداً به دلیل قیمت و به دلیل اینکه باید بیشتر تمرکز میکردن به روی سیستم‌های باتری اصلا دیولوپمنت و تولید اون بخش از کمپانی رو قطع کردن و دیگه اون رینگ های مخصوص گرون رو دیگه دیزاین نمی کنن. بنابراین این شرکت سوئدی و این یک آقای سوئدی بود که اومد به این فکر افتاد که خودم یه تسلای خریدم و میخوام این کار کنم که بیشتر بره راه بره و اومد و نشست پای کامپیوتر و شروع به تحقیقات کرد. بعد هر جا میرفت که میگفت که من یه همچین ایده ای دارم بهش میگفتن به دلیل قیمت و به دلیل اینکه خود کمپانی تسلا دیگه اینا رو تولید نمیکنه چون قیمت بالاست تو اصلا غیر ممکن بتونی موفق شی در این مارکت، ولی روی ایدهش وای میسه روی فکرش وای میسه و بالاخره تماس میگیره با یک دانشمندی که در کمپانی اسکانیا دیزاین و طراحی سیستم‌های آیرودینامیک کامین‌های اسکانیا رو میکرده، ایدهشو با اون مطرح میکنه و اونم بهش میگه چه ایده خوبیه من همکاری میکنم باهات، خلاصه میشینن طراحی میکنن دیزاین میکنن و پس از اینکه مقاله چاپ میکنن به روی یک مجله تکنیکی و میگن که ما تونستیم در آزمایشگاه و در کامپیوترامون با سیستمای CAD و سیستمای مکانیکال دیگه دیزاینی کنیم که در کامپیوتر 10 تا 15 درصد مصرف باتری رو کاهش میده، از یک کمپانی از کشور آلمان با اینها تماس میگیرن و میگن به نام یک دیزاینر آلمانی به نام اولی هکمن با اینها تماس میگیرن و میگه من حاضرم در این پروژه باشم کمکتون کنم چون خیلی جالبه، این خیلی چیز جالبه نظر میاد، شروع میکنن و با یک کمپانی ایتالیایی کانترکت تولید و دیزاین و طراحی متریال و شکل جدید این رینگ رو میکنن و پس از تقاضای پتنت و ثبت 4 پتنت در دیزاین و طراحی این رینگ اثبات میکنن که اگر این رینگ رو به روی اتومبیل تسلاتون بذارید مصرف باتری 10 تا 15 درصد کاهش پیدا میکنه. این کمپانی ایتالیایی هم اکنون شروع به درست کردن و دیزاین این رینگ ها شده و یادآوری کنیم که به دلیل اینکه اتومبیل تسلای مدل اکس 2000 کیلو وزنش هست بنابراین هر رینگ معمولی رو نمیتونیم یا لاستیک معمولی رو روی اتومبیل نمیتونیم بذاریم. چه خوب شد گفتین اینو جالبه. این به این معناست که تحقیقات دانشمندان این کمپانی جدید سوئدی نشون داده که هر چرخی باید حداقل قادر به وزن تحمل 750 کیلوگرم رو کنه و بنابراین اون رینگ باید از متریال کاملا جدید، مکانیزم کاملا جدید، همه اینا رو پتنت و اینا رو کردن و شروع کردن. اما میرسیم به قیمت. زمانی که این رینگ به مارکت میاد قیمت فقط 4 تا رینگ هست 5000 یورو. 5000 کرون. خیلی ارزون. بله. این از این. چه دونه‌ای چقدر؟ دونه‌ای تقریبا 1500 1300 دلار. 12000 کرون تقریبا. بله بله. کمتر. چون نه دیگه 4 تاست درست. بله من. و اینکه تحقیقات این بنابراین از یک ایده و فکر و از اینکه هیچ کس به این ایده و فکر باور نداشت یک کمپانی استخدام 15 نفر دیزاینر، اینوستور و افتخار آفرینی برای کشور، فرهنگ و تاریخ این کشور. بسیار سپاسگزارم. بریم آگهی ها رو بشنویم، سریعا برمیگردیم در کنار شما. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
یک واحد تجاری یا ایندوستری لوکال به مساحت 100 متر مربع با اینترنت، جای پارک، پنجره‌های بزرگ، آشپزخانه و امکان اورناتنینگ در منطقه یوردرو آماده اجاره می باشد. تلفن تماس 073-714-46-21. داداش مگه رانندگی بلد نیستی؟ خیابونو بند وردی؟ نه، رانندگی بلد نیستم. خب عزیز من، هر کاری یه راهی داره. پاشو بیا برو آموزشگاه رانندگی رتنز ترافیک سکولا در سولنتونا سنتروم تا بهت رانندگی یاد بدن. آموزش در تمام مراحل به زبان فارسی و در محله امتحان انجام میشه تا بدونی چطوری باید رانندگی کنی که قبول بشی. تازه کمک برای وام بانکی و اجاره ماشینم دارن. عجب. آموزشگاه رانندگی رتنز ترافیک سکولا واقع در سولنتونا سنتروم با پرسنل و معلم فارسی زبان در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. تلفن تماس 08-29-44-48 رتنز ترافیک سکولا. اگر نیازمند نظافت با قیمت ارزان و کیفیت عالی برای خانه، مغازه و یا شرکت خود در استکهلم هستید، با ما در شرکت سویدن سیتی سرویس در تماس باشید. تلفن تماس 0700-28-38-39. چنانچه جهت اسباب کشی در استکهلم و شهرهای دیگر نیازمند ماشین بزرگ و یا کمک فردی هستید، با ما در شرکت سویدن سیتی سرویس در تماس باشید. تلفن تماس 0700-28-38-39. بارس بروبیل آب. شرکت بارس بروبیل آب با سالها تجربه در زمینه خرید و فروش و خدمات جانبی خودرو در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. خرید خودرو بدون نیاز به پول نقد و حتی بازدید خودروی مورد نظر شما در محل سکونتتان. شما حتی می توانید جهت سرویس، شستشو و یا تعویض چرخهای خودرویتان با ما در تماس باشید. شماره تلفن های تماس 08-36-46-71 و 070-769-11-44. آدرس خلبی وگن شماره 33 در یرفلا. بارس بروبیل پونکت اس ای. آیا تصمیم دارید مسافرت کنید یا اینکه شاید برای عزیزانتون پول نقد و ارز ارسال کنید؟ آژانس هواپیمایی اسکای آفیس، نامی آشنا در زمینه مسافرت و ارز، به شما کمک میکنه. تبدیل ارز و انتقال ارز با بهترین قیمت و بدون هزینه. در اسکای آفیس برنامه پرواز مستقیم خود به ایران و تمام نقاط دنیا و همچنین پکیج توریستی سفر خودتون رو از همکارانی که به زبان شما صحبت میکنن بخواهید. اسکای آفیس در استکهلم، مالمو، وستروس و یوتبوری در خدمت شماست. تلفن تماس 0200-220-707 www.skyoffice.se. بیل ترمینالم. خرید و فروش و معامله ماشین هیچ وقت از این راحت تر نمیشه. با ما تماس بگیرید و کلید ماشینتون رو به ما تحویل بدید. بقیه کارا رو ما انجام میدیم. آدرس: یوهانس لونس واگن شماره 9 در اوپلانس وسبی. تلفن 08-400-56-860. 08-400-56-860. bilterminalen.se. تا حالا از نزدیک دست چپ زنه پادشاه رو دیدید؟ اونه ی زنبور، فیلم، کمدی، مفرح و شام، محسن خانه کیایی، آقا پژمان جمشیدی، بهار خانم کیان افشار، هومنجان برنبر و سرکار خانم رعنا آزادی بر با حضور عموفرید سجاد حسینی. اونه ی زنبور. زمان یک شنبه 29 آپریل، ساعت 4 بعد از ظهر، سینما اسکندیا، دروتینگاتان، شماره 82. خرید بلیت volek.info. فیلم سینمایی لونه زنبور. زندگی واسه تو بهتر شد، من خوب بودم، همه چی بدتر شد، از دست تو، وای از دست تو. Thank you.
آیا مایلید در کمترین زمان اوند خاطرشگاه با تضمین کاری شوید؟ اینستیتوت آف لرنده 4 سال به عنوان مدرسه نمونه شناخته شده است. ما تمام کتاب‌های درسی را به عنوان قرض به دانشجویان ارائه می‌دهیم و به شما برای دریافت کمک هزینه تحصیلی CSN کمک می‌کنیم. We are builder utbildning både på distans och i klassrum. بعد از مدارس ما در نهگه، ورندا و وستروس، اینک مدرسه جدید ما در سوالنا افتتاح شد. اینستیتوت آف لرنده با مدیریت مسعود زاده و پیتر سیدل. آدرس سنتروم سلینگن شماره 51 جنب درسمن در داخل سنتروم سوالنا. اینک جدیدترین مدرسه ما در منطقه هالنبرین افتتاح شد. ثبت نام 3 شنبه‌ها و 5 شنبه‌ها از ساعت 9 تا 11. اینستیتوت آف لرنده. اینستیتوت آف لرنده. سلام مادر. سلام پسرم، حالت چطوره؟ مرسی، من خیلی خوبم. شما ماشاءالله چقدر رنگ‌روتون عوض شده، چقدر سرحال به نظر میرسین. شرکت همشنسم عوض کردم، شرکت خیلی خوبیه، پرسنال خوب و با تجربه هم داره، تازه حق انتخاب پرسنال با خودمه و کلی مزایای دیگه. اسم شرکتش چیه مامان جون؟ اسم این شرکت هست مدی هد. مادر جون چقدر خوب که من شما رو دیدم، به خاطر اینکه دارم دنبال یه همشنس و پرسنال اسیستنت خوب برای پدر و مادر خودم میگردم. آیا شما هم در صدد گرفتن و یا عوض کردن پرسنال اسیستنت و یا همشنس برای خانواده و یا عزیزان خود هستی؟ جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های 0723-033-211 و یا 08-53-33-1033 تماس حاصل فرمایید. medihead.se. آیا نیاز به درمان پوسیدگی دندان‌های خود دارید؟ آیا به دنبال کاشت دندان با روشی کاملا مدرن و مطمئن می باشید؟ و یا شاید از بیماری‌های لثه رنج برده و نیاز به سفید کردن دندان‌ها و زیباسازی آنها دارید؟ ما در مرکز دندانپزشکی بارکبی استاد دنتال با برخورداری از کادری مجرب و حرفه‌ای آماده ارائه کلیه خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی به شما عزیزان می باشیم. شماره تلفن های تماس 08-52-52-57-20 و 52-52-57-20. بارکبی استاد دنتال .se. Look great and feel confident with a new smile. تا حالا شده که هوس غذای ایرانی بکنید ولی اصلاً حوصله بیرون رفتن و یا درست کردن غذا رو هم نداشته باشید؟ رستوران آریا مشکل شما رو حل کرده. رستوران آریا غذاهای خوشمزه ایرانی رو در به منزل به شما که در شمال استکهلم زندگی میکنید تحویل میده. البته امکان پذیرایی از شما در محیط گرم و صمیمانه رستوران آریا هم امکان پذیره. شماره تلفن تماس 08-25-02-03. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 48-50 آکلا سنتروم. رستوران آریا. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست، به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. رستوران زرتشت واقع در هلن لون سنتروم مقدم شما را گرامی می‌دارد. زرتشت با سرو انواع غذاهای ایرانی در محیطی خانوادگی پذیرای شماست. جشنها و میهمانیهای خود را به آشپزخانه با تجربه زرتشت بسپارید. شماره تماس 35 27 27.
جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.zartosht.se مراجعه فرمایید. رستوران ونک. رستوران ونک با خوراک‌های لذیذ ایرانی و با کیفیتی بسیار بالا آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. ونک همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب و جمعه و شنبه تا 12 شب پذیرای شما می باشد. آدرس آکلا مریا همسگاتان شماره 24. شماره تماس 08-632-2099. کیفیت شعار ماست. ونک.se. صرافی پارس، صرافی ایرانی در استکهلم با مجوز رسمی از فینانس اینسپکشن 07-333-3316 و یا 07-333-3317. ساعت کار ما 10 تا 18. صرافی پارس، صرافی مورد اطمینان شما برای انتقال پول شما در ایران و سوئد در اسرع وقت و به صورت قانونی در حساب بانکی شما. صرافی پارس واقع در آکلا سنتروم جنب آکلا داتا سیبیلوس گونگن 26B. صرافی پارس 07-333-3316 و یا 07-333-3317. شرکت اسیستنس فرمدلینگن با سالها تجربه در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به ویژه یاری رسانی به کودکان با پرسنلی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به شما هموطنان گرامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0707-76-10-22 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی www.3046.se مراجعه فرمایید. قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار. خب جناب فرانک عزیز، بریم جلوتر و برنامه رو دنبال بکنیم. صحبتهایی که شما که به پایان رسید، میتونیم که عزیزانمون اگر سوالی داشتن رو به روی خط داشته باشیم. خواهش میکنم. بله، من میخواستم که شنونده ها مستقیم میان روی خط، ولی یکی دو خبر هست که باورتون نمیشه که بشنویم ببینیم چی هستش. اینها رو که بشنوین میگین که مگه امکان داره همچه چیزی. میریم به عرصه نبرد باور نکردنی و جنگ بین کمپانی های که در زمینه لاستیک اتومبیل با هم رقابت میکنن، و براتون نه فقط آخرین آمار بزرگترین کمپانی های تولید کننده لاستیک در جهان رو داریم که این رو مایه به حالی همچه مطلبی گفتیم که در رابطه با سری تکنولوژی پارسال بود که راجع به کمپانی ها گفتیم که چی بودن. حالا آخرین آمار 2017 و تا ماه آخر مارچ رو داریم براتون که این آمار استثنایی است. و در لابلای این اخبار دو نوع تکنولوژی باور نکردنی لاستیک رو داریم که فکر نمی کنم هیچ کس باور کنه که همچه چیزی امکان پذیر است. اولین خبری رو که براتون داریم ما رو میبره به یکی از بزرگترین کمپانی‌های تولید کننده لاستیک در جهان، کمپانی آمریکایی گودیر. آقا زاده، اگر به فیسبوک کتاب دانش برید و آپدیت کنید، نگاهی داریم از لاستیکی که هوا رو تمیز میکنه و اکسیژن میده به محیط زیست. یعنی همینجوری که کار میکنه را میره تمیزم اکسیژن هست که اجازه بده من این سفر رو ریلود کردم. بله، گودیر دیزاینینگ تایرز. بله، در جدیدترین تحقیقات و اکتشافات دانشمندان کمپانی گودیر، میدونید که رقابتی بسیار شدید در مارکتی به ارزش 100 میلیارد دلار در سال که بین 5 رقیب بسیار بسیار چیز هست با هم دیگه خشن، و هر کی به نوبه خودش تکنولوژی استثنایی میده که دیگران رو شوکه کنه. و در زمینه کمپانی گودیر لاستیک رو داریم که نه فقط از موادی تشکیل شده که اینها
برای طبیعت خوب هستن در ترکیبی با باتری‌های کهنه، بلکه میان و اینها رو ذوب میکنن و در یک پرینتر سه‌بعدی این با این لاستیک‌ها رو پرینت میکنن به توسط یک پرینتر سه‌بعدی و در درون این لاستیک‌ها نوعی از جلبک مخصوص و از سبزه‌های مخصوص رو میذارن که کار این جلبک این است که از طریق اون پروزها و اون چیزای به هر حال راهروهای خیلی کوچولو کوچولویی که در لاستیک هست آب و چیز رو رطوبت رو جذب کنه از جاده و اون جلبک ها اونجا بتونن زندگی کنن و در این فرایند فتوسنتز که انجام میشه مواد سمی اطراف که مکیده میشه از طریق لاستیک به طریق جلبک ها و اینها در فرایندی که انجام میدن همین کاری رو میکنن که در روزمره شما درخت ها و گل ها و چمن ها در اطراف شما انجام میدن که مواد آلوده رو میگیرن و شب ها یا به هر حال اکسیژن رو در اون فرایند انجام میدن و مکانیزم این پتنت و عملکرد باور نکردنی این باتری رو داریم که بر طبق آخرین تحقیقات دانشمندان کمپانی گودیر اگر در شهر پاریس تمام اتومبیل ها که تعدادشون از مرز 2.5 میلیون عدد میگذره بیان و لاستیک های خودشون رو به لاستیک های جدید به نام اکسیژن گودیر اکسیژن عوض کنن، این لاستیک ها قادر خواهد بود که 4000 تن مواد سمی و کلدیوکسید رو ابزورب کنن و 3000 تن اکسیژن خالص به محیط زیست و به شهر پاریس بدن. در فیلم هایی که بعد این آشخالا رو کجا جمع میکنه؟ خیلی جالبه، اینها جمع میشن تبدیلشون میکنه، تبدیل میشن، اینها تبدیل میشن، درست همین کاری که یک درختی میکنه که در باغتون دارید و در فیلم ها دیدید که چگونه این باتری در اتومبیل های در چیزهای سه‌بعدی پرینت میشه و اینم از برنامه کمپانی گودیر. حالا میریم به یک خبر شوکه کننده دیگه، این بار از یکی دیگر از بدترین رقیبای کمپانی گودیر و اون ما رو میبره به کشور آلمان و جدیدترین پتنت و تکنولوژی دانشمندان کمپانی کانتیننتال از کشور آلمان که هم اکنون اولا در یک نمایشگاه بسیار معروف که در ژنو هست کمپانی گودیر در سوئیس این پرده برداری کرده و از این معرفی باتری که در آینده فکر می‌کنند برای اتومبیل‌ها خواهد بود و صحبتی هم که کردیم بر اساس آماری است که از وضعیت سازمان World Health Care آوردن که گفته که تا چند سال دیگه چند میلیون نفر میان به شهرها و در شهرها تمرکز میکنن، بعد اینها اتومبیل باید داشته باشن، اینا میخوان سفر کنن و یکی از وظایفی کمپانی گودیر داره این هست که بتونه این هوا رو تمیز نگه داره حتی اگر این همه آدم رو بیان بشن. خلاصه در این نمایشگاه از این تحقیقات در ژنو پرده برداری شده، اما نمایشگاهی دیگر هست در نقطه دیگر از جهان و نمایشگاه چیز هست فرانکفورت، نمایشگاهی در فرانکفورت و در اونجا کمپانی کانتیننتال از دو پلتفرم و تکنولوژی به نام کانتی سنس و کانتی ادابت پرده برداری کرد و در مکانیزم کانتی ادابت که ترکیبی است با کانتی سنس به این معناست که کانتی سنس مکانیزمی است و سنسورهای مخصوصی است که در لاستیک قرار میگیره و دمای هوا، ارتباط با جاده، دمای جاده و همه رو به سیستم های اتومبیل به صورت وای فای اطلاع میده و به طور کلی تکنولوژی کاملا جدید برای ارتباط رسانی مستقیم با وضعیت جاده، دمای سطح جاده و این نوع آسفالت و اون سرعت و اینا با سیستم‌های هدایت کننده اتومبیل و یک اپی که به صورت وای فای این اطلاعات رو در موبایل هم میتونید ببینید. اما کانتی ادابت هست که با بهره برداری و اطلاع گیری از سیستم کانتی سنس در لاستیک قابلیت به تغییر پهنای لاستیک رو داره، یعنی وقتی که لاستیک داریم مثلا با سرعت در خیابون میریم بعد یه دفعه جاده لغزنده میشه آغازادی و لیز میشه، مکانیزم کانتی ادابت پهنای لاستیک رو افزایش میده و مساحت سطح تماس کف لاستیک با
جاده به مراتب بیشتر میشه و استکاک بیشتری خواهیم داشت و اتومبیل به مراتب مطمئن‌تر حرکت خواهد کرد. اما پس از اینکه سرعت رو افزایش بدیم و مثلا میریم به یک اتوبانی که خشک است، برای اینکه در اتوبان مصرف بنزین یا سوخت به مراتب کاهش پیدا کنه، مکانیزم کانتی سنس این اطلاعات و آگاهی رو در رابطه با سطح جاده به کانتی اداپت میده و مکانیزم کانتی اداپت لاستیک رو جمع میکنه و کمترین فاصله رو و تماس رو با سطح جاده خواهیم داشت با لاستیک و بنابراین این عامل باعث خواهد شد که لرزش و وایبریشن از جاده به درون اتومبیل به مراتب کاهش پیدا کنه و مصرف سوخت ماشین به مراتب کاهش پیدا کنه و اینکه اتومبیل با کامفورت به مراتب بیشتری بتونه حرکت کنه. و بنابراین اولین و اینکه به خصوص در زمستون خیلی از شما دیدید که وقتی که در یک پارکینگ هستید بعد برف اومده میخواید ماشین رو ببرید از پارکینگ بیرون، همش لاستیک میچرخه و چیز نمیشه، بعد میان شن میریزین و بعد خیلی از وقتا من یادم آقای یادم میومدن باد لاستیک خالی میکردن که بله همه این کارها رو دیگه فراموش کنید، خود لاستیک این کار اتوماتیک برای شما انجام میده و به اضافه اینکه این چهار لاستیک با مکانیزم کانتی سنس به صورت وایرلس به یک کلاود سیستمی وصل هستن، آمار هوا بعد اینو به شرکت هواشناسی میتونید وصل کنیم و وقتی که در تلویزیون و رادیو راجع به آمار هوا میگن اون موقع به صورت لایو و دقیق میدونن که در کدوم خیابون، در کدوم اتوبان، در کدوم کوچه دقیقاً هوا و سطح چیز به چه صورت هست. بله اینم از این کمپانی. و حالا میریم به قبل از که شنونده بریم خط نوبت میرسیم به نوبت معرفی بزرگترین کمپانیای لاستیک سازی در جهان هست در مارکتی به ارزش بیشتر از همونطور گفتیم 100 میلیارد دلار و ببینیم که این کجا رفت. بله در مقام شماری ما چون وقت نداریم 5 تا رو گفتیم براتون، در مقام شماری 5 سومیتومو رابر رو داریم از کشور ژاپن، سومیتومو رابر اینداستری با مارکت به ارزش 7 میلیارد دلار در سال. در مقام شماره 4 بزرگترین کمپانی لاستیک سازی کشور آلمان رو داریم و چهارمین در جهان کانتیننتال با مارکتی به ارزش 13 میلیارد دلار در سال که میفروشن. و در مقام شماره 3 از کشور آمریکا کمپانی گودیر رو داریم با ارزشی به معادل 15 میلیارد دلار فروش لاستیک در جهان، یعنی سود از فروش لاستیک. و در مقام شماره 2 میرسیم به کمپانی که ماهی آقای آزادی ماهی 2 میلیارد دلار لاستیک میفروشه، ماهی 2 میلیارد دلار یعنی بیشتر از 24.5 میلیارد دلار در سال، کمپانی میشلین از کشور فرانسه، دومین بزرگترین صنایع لاستیک سازی در جهان رو داریم. و بالاخره میرسیم به کمپانی که آقا زدی تقریبا 3 میلیارد دلار با سود فروش لاستیک در مارکت جهانی رو داره، بریجستون از کشور ژاپن. و این یادآوری کوتاه هم کنیم که کمپانی بریجستون از کشور ژاپن در اول ژانویه سال 1931 یعنی 87 سال قبل در حومه‌های روستایی خارج از شهر توکیو آغاز به کار کرد با 155,000 کارمند و دارای تقریباً 1700 پتنت در مکانیزم‌های مختلف تایر. از کمپانی کانتیننتال اسم بردیم که این کمپانی در زمینه همونطور که گفتیم نه فقط تایر بلکه سیستم‌های ترمز، لنت، یکی از معروف‌ترین و های کوالیتی ترین لنت‌های ترمز جهان رو از این کمپانی آلمانی داریم که در سال 11 آپریل 1871 یعنی در بیشتر از 146 سال پیش در حومه‌های شهر هانوفر بود که کمپانی کار خودش آغاز کرد با 243,000 کارمند در 80 کشور جهان. بله به این میگن فرهنگ، به این میگن افتخار آفرینی، به این باید افتخار کرد، به این باید بالید. بله خب دیگه من صحبت ها کافی،
بریم به بله دوستانی که مایل هستن بله. که بر روی خط بیان و با ما صحبت بکنن میتونن شماره تلفن های 2398 و 983843 رو انتخاب بکنن، به ما زنگ بزنن و سوالاتی که دارن از فرانک عزیز حتما بپرسن. بله و در رابطه با لاستیک و چرخ و اینها یک پرانتزی هم باز کنیم که در رابطه با ما اینجا الان گفتیم که چقدر لاستیک و چقدر داستان، اما یادآوری کنیم که رکورددار بزرگترین تولید کننده تعداد لاستیک ها در جهان کدوم کمپانی است و میریم به کشور دانمارک و کمپانی لگو که موفق شده در آخرین آماری که داده گفته که در 80% پروداکت هایی که ما درست میکنیم چرخ به یه نوعی استفاده میشه، حالا یا چرخ اتومبیل یا چرخ یک اسباب بازی های لوگوس، و پروداکشن لاین کمپانی لگو در هر یک 24 ساعتی قابل به پروداکشن 1,150,000 حلقه لاستیک هست در روز. بنابراین آقای زادی آمار 500 و حدود 600 میلیون حلقه لاستیک در سال رو داریم از کمپانی لگو، البته برای ماشین‌های اسباب بازی. خیلی خوب، این از لگو که بریم سراغ اولین شنونده ما. درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید. درود بر شما و آقای فرانک. خواهش می‌کنم قربان شما. من یه مشکلی پیدا کردم تو این کامپیوتر، البته یه دونه پست مستر از مایکروسافت اومده اینجا، هر ساعت اینه میفرستن، بعد نوشته که دکیک اینت ات لبرر تیل فولینت متاگر ال گروپر. حالا این فولینت متاگر کیه؟ اینا میگن که این اسمش معلوم نیست، دومنه، همین چیزی، دومن سیستم. Okay. دومن نیم سیستم. شما آیا میخواید برای کسی از طریق این کامپیوتر ایمیل بفرستید؟ نه خیر، این برای من اومده که اپ استور اپل من یه خریدی کردم، دستش من اصلا خرید نکردم ولی کارتم گم شد، اون وقتیش بعد گفته کسی دیگه این استفاده کرده، من به حسابم نگاه کردم پولی از حساب من نرفته هنوز. بله شما توجه داشته باشید که به احتمال بسیار زیاد، یعنی 100% این است که شما یک فراد به این ایمیل هایی میگن که به صورت دروغین و فالز و جعلی از کمپانی اپل میاد، از کمپانی مایکروسافت میاد، از کمپانی گوگل میاد، از کمپانی های سوئدی تلیا میاد، از بعض وقت از اداره مالیات سوئد اسکاتورکت میاد، و در این ایمیل ها که روز به روز سافستیکیتر میشن و بهتر و بهتر میشن و گول زدن مردم رو آسان‌تر و آسان‌تر می‌کنه، این است که ایمیل میاد برای شما میگه که یه نفر رفته الان از کارت شما روی اپل استور بله. خرید همونطور. کرده همونطور. این بله. این لینک رو فشار بدید، اینجا بزنید و شماره کارتتون رو بدید که ما بتونیم جلوی این افراد رو بگیریم لا. یا اینجا رو فشار بدید که وارد اپ استورتون بشید. اگر یه کمچن اشتباهی رو کنید این لینک پیکاپ میکنه، ضبط میکنه کد شما رو، اپل آیدی شما رو، و در لحظه کوتاهی میرن کلی اپ میخرن و کردیت کارتتون هم مورد سوء استفاده قرار میگیره. شما فقط اون ایمیل رو پاک کنید، درست آقای فرهاد؟ همه رو باید دقیقاً فوری ایمیل رو پاک کنید. و البته این اپل که فرمودید نمیشه که اوردر پورچیز اپ استور، دروغه، همش دروغه، فلان 49 دلار 77 سنت، من اصلا اونو باز نکردم، همش دروغه. شما اگه این کارو بکنین، شما برین روی آف سنداره رو نگاه کنین، ببینید که این ایمیل رو کی برای شما فرستاده و ببینید که اصلا از اپل نیست. آپشن شماره دو این است که ماوس کامپیوتر رو، ماوس رو، اون فلش ماوس رو فقط نگه میدارید روی اون لینک بدون اینکه فشار بدید، و اون ماوس میره قبل از اینکه کلیک کنید یک پنجره کوچیکی باشه و آدرس لینک اون رو به شما میده و اونجا خواهید دید که اصلا به سایت اپل نمیره و میره کاملا جای دیگه و این یک فراد و دزدی کامپیوتری است. پس همه اینا رو من تبرد کنم، همه رو پاک کنید و حواستون باشه که از مایکروسافت همه چیز، همچین چیزی ممکنه بیاد، از کمپانی تلیا ممکنه بیاد، از تلتو ممکنه بیاد، از بگن مثلا الان یکی رفته توی ایمیلتون، یا اینکه این خیلی عادیه که جای ایمیلتون، محفظه ایمیلتون پر شده، اینجا رو فشار بدید که بتونید این رو درست کنید و پاسوردتون رو وارد کنید، که همه این نوع
این چیزها دزدی های اینترنتی است که هر روز بدتر و سختتر و مشکلتر میشن و هر روز باید آگاهی خودتون رو بیشتر بیشتر افزایش بدید در این زمینه. الان که نوشته اینجا confirmation order purchase on app store شماره فلان نوشته، این پرشوزی هستش که شما خب شما از این شماره ها می نویسن، شما به اون شماره ها چگاه دارین؟ اینا هر چیزی ممکن برای خودشون بنویسن. شما اصلا اون ایمیل رو کار نداشتید من بنویسید. و یادآوری هم کنیم که در انتهای این ایمیل و در بالای این ایمیل اون کسی که این دزدی رو میخواد انجام بده میاد قشنگ لوگو تایپ اپل رو میذاره، اون سیستم اون از ایمیل اصلی اپل که برای خودش اومده عکسی میگیره و کپی میکنه و اون پایین ایمیل میذاره. همه چیز خیلی خیلی شبیه اصلی ایمیل اصلی اپل یا ایمیل اصلی از مایکروسافت، ولی لینکی رو که بزنید که برید شما رو میبره به یک سایتی که اون سایت روی کامپیوتر شما یک برنامه رو اینستال میکنه که اون برنامه ضبط میکنه کیبورد شما رو و بعدن ممکنه یه هفته دو هفته یه ماه اتفاق نیفته، ولی یه روزی که از روی اینترنت خریدی کردید یا کارت ویزاتون رو دارید یا کاری کردید اون موقع است که یه دفعه اکانتتون رو خالی میکنن. ببخشید اینجا نمیشه که دیر کاستمر وی نوتیفای یور ببخشید شما لطفاً به اونا اصلا کنید به من بگین که از کجا اومده این ایمیل براشون؟ از کجا شد؟ شما قشنگ ایمیل نوشته نه اونی که نوشته رو من کاری ندارم. شما روی ایمیل اگر که نگاه بکنید مثلا اگه من براتون یه ایمیل بفرستم نوشته از همسفر اومده، خب بعد میزنین آدرسشو که میخواین نگاه کنین نوشته info at hamsafarradio.se. ببینید این ایمیل از کجا براتون اومده؟ من اینجا چیزی نمیبینم که اون این البته بستگی به نوع برنامه ایمیلتون داره که این آفسنداره یا کسی رو که ایمیل فرستاده رو به نوعهای مختلف میتونید ببینید تو تحقیق کنید که از این شاید وقت باید یه روز حالا موقعی بعدا تماس بگید با آقای آزادی یا کسی که به شما این رو بگه، ولی ایمیل رو پاک کنید و این ایمیل جلس و هیچ وقت این لینک ها فشار ندید و اگر این کار رو کردید خطر جدی است که خواهش میکنم خدا بتونن کارتتون رو خالی و حسابتون خالی کنن. بله 98 38 43 بفرمایید بر روی خط هستید. با درود خسته نباشید قربان شما بفرمایید خواهش میکنم جناب نوید و آقای فرانک خان، من سوال داشتم که این گوگل فوتو که میشه روش هر چقدر بخوایم به اصطلاح عکس و فیلم و اینا بذاریم بلی. این راهی داره که کد بش بدیم که روی تمام انحتای که این میاد وقتی داریم این دم دست هر کسی میتونه قرار بگیره به شکل باز، این راهی داره که جلوشو بگیریم؟ بله راهش این است که تمام پروداکت های کمپانی گوگل در حال حاضر تحت زیر مجموعه وان اکانت هستن یا جیمیل اکانت. بنابراین شما در هر جایی که میخواید به گوگل فوتو وارد شید یا به طور کلی این است که کمپانی گوگل پروداکت فوتو گوگل فوتوی خودش رو یا یوتیوب رو یا جیمیل رو همه رو تحت یک پسورد گذاشته و همه اینها به نوبه خودش زیر یک لایه دیگه‌ای یا بهتر بگیم چندین لایه دیگه‌ای از امنیت و سکیوریتی هستن. برای مثال در موبایل آیفون شما ممکنه یک اثر انگشت که بخواید به موبایل وارد شید، ممکنه پاسوردی داشته باشید که موبایل وارد شید. بنابراین جاهایی که شما لاگین هستید این به این معناست که شما هستید که کاربر هستید و کنترل اون اکانت رو دارید. شما در هر جا که فکر میکنید مشکوک هستید که یک نفر اینو باز کرده. نه آیفر من یه سوال دارم. الان منم و بچم و زنم از یه اکانت استفاده میکنیم تو تلفن بنده و خانومم و بچم. اوکی. بله. حالا من میخوام این گوگل فوتوی من فقط تو مال من دیده بشه، تو گوگل مثلا تو تلفن خانومم دیده نشه. حالا این سوال کاملا مختلفی است که آقای آزاده کرد، ما رو می‌بره بحث بعد. اون بحث بعد اینه که اولا که ریکامندیشن تمام کمپانی است که شما نیاد اکانت خودتون رو با همسرتون و با بچه‌تون و دوستاتون شیر کنید، چون اون موقع فقط راجع به مسئله و اشکال با اپ گوگل فوتو نیستیم، اون موقع مسئله ایمیل هست و عکس ها هست و اس ام اس ها هست، همه رو میتونن ببینن. اما اگر میخواید من از رادیو گوش میکنم. بله ولی ما بذاریم درسته که شما درست بود این چیزی که
ولی من متوجه شدم ایشون گفتش که من میخوام در تمام انحیطای دیگه ای که مثلا لوگاینن اونا نتونن ببینن، فقط من بتونم ببینم. بله، در این زمینه آخه فقط بحث گوگل فوتو نیست که، وقتی که شما بتونید اگر اینجوری باشه که اون موقع همه چیزا رو میتونن ببینن. حالا یه سوال، ولی در یه جایی هست درسته که در این ستینگ های آیفونتون که شما میتونید برید و باز شدن یک اپی رو پاسورد بذارید، درسته؟ بله فکر میکنم درسته. بله دقیقاً، بعضی از اپا رو میشه چیز کرد. بله، یا اینکه میرید یک اپی رو دیسیبل میکنید و برای اینکه این اپ دوباره کار کنه مثلا باید پاسوردی بدید. یعنی باید برید تو تلفن اونا این کارو نه تو اون تلفنی که نمیخواید چیز چه دیگه. آره دیگه، مثلا تو مال من کد نداشته باشه، تو مال عزیزان کد داشته. آره ولی این خیلی مسائل عجیبیه، یعنی در اصل این هموطن اصلا کانتور نوع کار فکر. حالا یه سوال دیگه آیفا، آیا در گوگل فوتو من میتونم یه دونه همین بیبلیوتک، یه دونه جایی رو درست بکنم که اون تو کد داشته باشه، یه سری عکسایی که میذارم و فقط بعد هر وقتی من میخوام بازش کنم یه کد براش بزنم؟ این من این رو نمیدونم، ولی ممکنه، ممکنه که چون مرتب میان و ادز آن و تیلگای اضافه اینستال میکنن، ممکنه یک همچین فانکشنی باشه، ولی به طور کلی کانسپت طرز فکر کار غلطه. این است که من موبایل خودم رو باز بدم به دیگران، اصلا اپ گوگل فوتو اینجا مطرح نیست، ایمیل ها رو ما دیگران میتونن بخونن، عکس ها رو میتونن ببینن. بنابراین کانسپت و فکر گوگل این است که شما تلفنتون رو خودتون دارید و قبل از اینکه کسی دست پیدا کنه به اپ های شما، قبلا خب باید از یک پاسورد عبور کنه. این بهترین راه. ببینید مثلا در آیفون، من الان تلفن من، آیفون من یه دونه گوگل فوتو اینستاله با یه دونه از همین چیز میذارم. بله. همین اکانتی که شما گفتین، همینو من در تلفن خانومم هم دارم. بله. همین گوگل فوتو رو. بله. و ایشون تنها چیزی که میتونه نگاه بکنه همین گوگل فوتو هست، نمیتونه بره توی مثلا فضا، چون یه اپ من آوردم مثلا، ولی تو جیمیل من نمیتونه بره. آره ولی شما خانمتون با اکانت شما در موبایل خودش رفته؟ با در اکانت خودم گوگل فوتو رو. بله دقیقاً. خب نه دیگه، یعنی از لحاظ گوگل دارنده کاربر اون اپ خود شما هستید در یک موبایل دیگه. اوکی، بعد یعنی میتونه چون من گوگل فوتو رو براش اینستال کردم میتونه بره ایمیل های منم بخونه؟ آره دیگه، به دلیل اینکه خانم شما باید با جیمیل اکانت خودش وارد تلفن خودش بشه، نه با جیمیل اکانت شما. آخه کار متوجه این؟ شما رفتید با جیمیل اکانت خودتون در موبایل یک نفر دیگه وارد شدید. از نه وارد نشدم، یه اپو من اینستال کردم. بعد با کدوم بعد که اونجا یک اکانت رو میدید، از شما میخواد که یک جیمیل آدرس بدید با یک پاسورد. اگه مال خودتون رو بدید، درسته. تمام عکسایی که در گوگل فوتو هست میاد. دوستان عزیز، برنامه رو من در اینجا قطع میکنم، من بعد برم خونه. نشوخی میکنم. خب مرسی. آره. که پس گفتین 2398 هر کسی درست مثل اپل آیدی، هر کسی که میخواد در یک اپی لاگین کنه باید با اکانت خودش لاگین کنه. این بزرگترین اشتباهی که من مثلا بیام خونه یکی از رفیقام گوگل فوتو رو اینستال کنم بعد مال خودم رو بدم. خب حالا سب کنیم یه سوال من قبل این شما ببینیم، بنده ما خب بنده و زنم و بچه‌م و اینا یه سری عکس داریم دیگه، درسته؟ بله. ما یه گوگل فوتو درست کردم، همه عکسای خانوادگی رو گذاشتیم اون تو. بله. حالا خانم منم اگه میخواد یه دونه مثلا گوگل فوتو داشته باشه، بعد بره همه عکسای خانوادگی رو بر اونم جداگونه بذاره اون تو. حالا دو راه داریم در این زمینه. ممکنه شما بگید به خانمتون اوکی، چون موبایلت مثلا کم جا داره، بعد چون من همه عکسای خانوادگیمون رو در اکانت خودمون جمع کردم، در این زمینه اوکی، خانم شما میتونه به موبایل عکس بگیره بعد همه عکسا بره تو جزء این مجموعه اضافه شد. این مسئله نیست تا این زمینه. اما اگر دیگه راجب خانم صحبت نمی کنیم، راجب یه آدمی آشنایی که نیست صحبت می کنیم، اون موقع این شکل اشکال و مسئله. نه اون که 100% اون که 100% 2398 بفهمید خواهش می کنم. درود بر شما آقای نوید. قربان شما قربان، درود فراوان بر شما. سلامت باشه جانم عزیز. آقای نوید، این عکسای شما تمام میره توی گوگل درایو، بعد خانومتون تمام عکساتون رو میتونه ببینه. اینو من تو گوگل درایو نذاشتم، من تو گوگل فوتو گذاشتم. خب بالاخره اون محفظه تجربه شد که یک محفظه مشترکی داریم به نام گوگل درایو که در این محفظه از طریق اپ های مختلفی مثل گوگل فوتو و غیره
دسترسی پیدا میکنید به اون محفظه. بنابراین گوگل فوتو در از راه رو باز میکنه که وارد محفظه گوگل درایو بشین که محفظه مشترک همه این اپ هاست و شیر کنید. و راه دیگه این رو هم اضافه کنم که راه دیگه این که مثلا من یه سری عکس دارم میخوام دیگران ببینن یا دیگران بذارن، شیر کردن از شما میتونید کلندر رو شیر کنید در گوگل، بین دو تا کلندر میتونید گوگل فوتو رو شیر کنید، میتونید عکس ها رو شیر کنید. ولی اینکه لاگین کنید به از طریق اکانت خودتون در یه موبایل یه نفر آدم دیگه ای، این اشتباس این کار. مرسی قربان. نه من همین فقط میخواستم بگم که خلاصه عکساتون شیر میشه. ولی خب من یه سوال دیگه داشتم. بفرمایید. آقای فرانک، من این بعضی موقعا چیز میاد، این پم میل میاد، این میرم میزنم از اسپم، من این توی یاهو دارم توی چیزا، ولی با این حال بازم این نامسبا میان این اسپم میلا. اینو ما چطوری میتونیم حلش بکنیم؟ شما متاسفانه یکی از معضلات و اشکالایی که هست این است که اگر کسی بیاد و ایمیلی رو که داره این رو در موقع خرید بلیت تئاتر و خرید اتوبوس و مسافرت استفاده کنه، این ایمیل ظرف کمتر از کوتاهی به دست دیگران خواهد افتاد، خریداری خواهد شد از طریق کمپانی‌ها که مارکتینگ می‌کنن. حالا چیکارش کنیم؟ حالا متاسفانه هیچ راهی نداره، تنها راه شما این است که این ایمیل رو عبور بدید از یک سروری مثل سرورهای گوگل، مثل سرورهای مایکروسافت، مثل سرورهای مثلا اپل که میلیاردی کار می‌کنن و اینوست می‌کنن برای فیلتر کردن و اینستال کردن مکانیزم‌های مختلف جلوگیری از اسپم، که در زمینه این سه کمپانی کارهای بسیار بسیار جالبی رخ داده، کاتگوریزای کردن ایمیل‌ها، گروه بندی کردن ایمیل‌ها و تشخیص آنالایز این که واقعاً این ایمیل اسپم هست. ولی لابلای اینها متاسفانه اتفاق می‌افته که ایمیل‌های میاد و به عنوان اسپم قبول می‌کنه. راهی که هست این است که شما برای اوردر دادن مسافرت و تئاتر بلیت، تئاتر خریدن تئاتر رو، سفر اسکی و این داستانا، یه ایمیل دیگه داشته باشید. ولی برای کار اداریتون، برای اینکه با ادارات صحبت کنید، برای اینکه این ایمیل رو نمیدونم به مدرسه هم فرزندتون بدید، یه ایمیل دیگه باید داشته باشید. حالا اینو پس راهی الان نداره که نمیشه دیگه، هنوز کسی نتونسته کاری کنه و متاسفانه این یک معضل بزرگ است که اسپم ها عبور میکنن واقعا دیگه. آدم میزنه هر دفعه میاد، من الان یه دونه ایمیل از یه شرکتی، یه حالا گفتیم یه کاری کردیم اونجا، یه اکانتی باز کردیم، بعد بگم تا حالا 20 دفعه این میاد، من هی میزنم اسپم، دوباره یه هفته دیگه دوباره از همونجا دوباره میاد. نه شما میتونید همونطور گفتیم این سه تا کمپانی هر سه دارای سیستم‌های سافیستیکیتی هستن که شما میتونید برید به طور کلی دومین اون ایمیل رو، یعنی مثلا هر کسی دیگه از اون دومین برای شما ایمیل بفرسته فیلتر بشه. اینا رو میتونید برید اونجا اضافه کنید در سیستم‌های فیلترینگ هر سه کمپانی. یعنی باید لاگین کنید، مثلا در جیمیلتون میرید در قسمت ستینگ های جیمیل، جایی هست به نام فیلترینگ، اونجا میگید که تمام ایمیل هایی که حتی میتونید بگید که از این شخص میاد، از این ایمیل آدرس میاد، دارای این جملات هست، دارای این لغات هست و حتی از این دومین میاد، مثلا هر کی که از همسفر رادیو فرستاد، آره، هر کی فیلتر بشه یا پاک بشه یا آرکایو بشه یا همه کار میتونید کنید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. موفق و پیروز باشیم. خدا نگهدارتون. 9843 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. قربان شما، سپاس شما. بفرمایید. عرض خدمتتون که من سوالم درباره پاتنت هستش. بله. به بفرمایید. من یه آنسوکانی فرستادم برای پاتنت، یه طرحی بود که الان یه چند سالی هست که تو جریانش هستم که به حساب این تحریک که میکشم میفرستم برای اونا، بعد یه حالتی شده که امروز هم یه جواب اومد که اینو آفسلاگ بهش خورده، اینا متوجه درست نمیشن. بعد من ALME هم رفتم اونجا با اونا هم صحبت کردم، حساب یه جوری شک دارم بهشون که این تحریک دارم و این چیزی که کشیدم بتونم طور کامل به اونا نشون بدم. چه ایرادی ازتون میگیرن وقتی گوچن نمی کنن؟ چه ایرادی رو از شما میگیرن؟ متوجه نمیشن دقیق، نمیتونم از دتالیه هایی که من کشیدم اینا در این متوجه بشن که بعضی قسمت های ایرادایی داره، اون قسمت های اصلی رو اینا میخوان
واضح متوجه بشن. بهشون میگم خب اگه بشه من ببینم شما رو ملاقات کنم که بتونم قشنگ توضیح بدم که این امکان پذیر نیست. جور دیگه ای هم من نمیدونم چی کار کنم که بتونم حساب بتونم بفهمونم به اینا که این طرف به چه صورت هست. اینه که گفتم ببینم کمکی شما دارین از رکومندی که رکومندشنی که داریم این است که در سوئد یه ارگانیزیشن هست به نام سوئنسکا اوپفینار فورینگن. حالا با اینا در تماس بودین؟ نه من فقط با پاتنت ورکت و آل ام ای در تماس بودم. بله شما باید کاری که کنید این است که اولا باید در زمینه ارائه طرح و دیتیل به اون اداره پتنت خیلی خیلی دقیق و واضح باید توضیح بدید، به خاطر اینکه ما اینجا چندین بار نشون دادیم طرحهای کمپانی آمازون رو، طرحهای کمپانی اپل رو، یعنی کمپانی‌هایی که میلیاردی کار میکنن، طرحهای اریکسون رو، این فکر رو و این طرز فکر که اینکه الان ایدمو میدوزن این رو کنار بذارید، باید به صورت عالی و آنست باشون کار کنید، همه چیزا رو ارائه بدید، توضیحات بدید، چون اینجوری نمیشه. یعنی بعدم که نه میگن نمیفهمن، نه خب دلیل اینکه شما یه سری دیتیل ها و قسمت های مهم رو ندادید، ارائه ندادید، به دلیل اینکه فکر کنید مثلا ممکنه ایده رو بدادن، یعنی از یک دید نگاتیوی. درسته؟ اجازه بدید. نه به اینو من منظورم به ALME بود، خود پاتنت فرکت. من همه چی رو توضیح دادم، طرح کامل فرستادم چندین بار براشون، ولی اونا گفتن که برو ALME، اونا میتونن به تو کمک کنن. من رفتم اونجا، اونجا یه حالتی بود که به حساب مشکل میشد به اینا اطمینان کرد. از اون نظر من نتونستم با اونا زیاد همکاری بکنم. میشه گفت بله شما کاری که باید کنید این است که اولا که حالا نمیدونم وضعیت بودجهتون چطور است، ولی اول با سوئنسکا اوپفینافورینینگن رو روی اینترنت سرچ میکنید، تماس میگیرید، اونجا عده‌ای هستن که کمکتون میکنن، آدمای خیلی واردی هستن. بعد اداره های ادوکات بیرو یا لا فیرم هایی داریم که اینها سرتیفاید هستن، یعنی وقتی که شما میرید با اینا صحبت میکنید اینها هستن که اون ایده و طرح رو میدن و این رو میفرستن به اداره پتنت و رجیسترینگ زرکت. شما کاری که باید کنید این است که حالا این بسیاری به بودجهتون داره، ولی باید با چیز تماس بگیرید و باید این دیتیل رو بیشتر باز کنید و توضیح بدید با از این جوابی که اومده. بله اون وقت این ادوکاتا فکر میکنید چقدر حدودند؟ خیلی گرون هستن دیگه، چون کوالیفاید هستن، بعد سرتیفاید هستن، یعنی حالت قسم خورده میگن، چی میگن به فارسی؟ بله، یعنی بله. در یه لول مخصوصی هم بعدم یه مؤسسه ای دارن که این مؤسسه رو فکر کنم آقای کمرتن است، درسته که اسامی لیستی داره که کیا هستن که کوالیفاید هستن برای اینجور چیزها، و احتمالاً بعد خود ادوکات سانفوندر هم میتونید تماس بگیرید، زنگ بزنید بگید من دنبال آره. ولی در این زمینه شما حتما در یک جایی شما باید نکاتی رو که اشاره کردن که این اشکال است و مسئله است رو بازگشایی کنید و دوباره این رو این طرح رو بدید، و همیشه در این زمینه کمک میکنه که نمونه چیز پروتوتایپ، نمونه دیزاین، خیلی کار رو باید کنید که این به اصطلاح بعد میدونی شما یه مشکل چه، شما بعد یه نفری رو پیدا بکنید که ایرادی رو که اینا میگنن و جایی که نمیفهمن و اون همون یه متخصص اینجوری رو پیدا کنید که بتونه زبون اینا، از خودشون سوال نکردین، قشنگ طرحو بکشید، از خودشون سوال نکردین که کسی رو سراغ ندارن که ALME رو به من معرفی کردن. ALME مکانی است که اونایی که اختراعی دارن، طرحی دارن، میرن و کمک فکری میگیرن، و در یه مواردی هم کمک اقتصادی اونایی سری آدم دارن که شاید در این ایده اینوست کنن و یا کمک مالی کنن اینا. شما با سوئنسکا اوپفینار فورینینگ تماس بگیرید، مختره اینه که در سوئد هستن یا پتنتی دارن، یک ارگانیزیشنی دارن، بعد صحبت میکنن با هم، گروه دارن، ملاقات دارن، دور هم جمع میشن، خیلی ایده و فکرها دارن، و خیلی از افراد هستن که مثل شما یک همچه وضعیتی داشتن که ایدهشون آفسلاک خورده و دوباره رفتن، ولی باید ادامه بدید و باز کنید، توضیحات رو افزایش بدید، و جاهایی رو که گفتن اشکال هست و قبول نمی کنیم، حالا ممکنه معمولا به این دلیل است که نمونه این مثلا در آلمان است، نمونه این ممکنه در یه جای دیگه باشه، یا اینکه شما درست توضیح ندادید، یا اینا رو باید همه رو اون قشنگ باید بخونید که اونجا چی نوشته شده، و یکی یکی باید بررسی کنید. جایی ندارن، یعنی اصلا
نه اینکه چی رو نمیتونن بفهمن خیلی بسلوت رو باید یک چیز هست که اینا نمیتونن بفهمن و اون رو من نمیدونم دیگه چجوری سه بار تا حالا من طرح رو کشیدم در این مدت سه سال فرستادم براشون ولی بازم جواب آفلاگ میاد اون قسمت رو باز اینا میگن ما نمیفهمیم. یکی از استانداردهای پرزنتیشن یک تکنیک جدید و پروداکت جدید و مکانیزمی جدید به این اداره این است که معمولا میایم در تقریبا بیشتره یعنی شاید بگم تقریبا همه پروداکت‌های جدید، ایده‌های جدید، فکرهای جدید که درست میشه این رو میایم در یک برنامه کامپیوتری که نوعی مختلف هست رو ویژوالایز میکنیم، یعنی میایم اون ایده و فکر شما رو درست میکنیم و پروتوتایپ درست میکنیم که این رو به مراتب بهتر و آسونتر به اون کاربر یا کسی که این رو میخواد بررسی کنه نشون بده. این خیلی خیلی مسئله مهمی است و خیلی شرکت ها و مؤسساتی هم هستن که اصلا با این دو چیزا کار میکنن، یعنی شما میرید اونجا بعد اونا میشینن و این رو ویژوالایز میکنن و فهمش رو به مراتب بهتر و آسونتر و درکش رو به مراتب راحت‌تر میکنن برای اون کسی که این رو میخواد نظرخواهی کنه. اوکی، پس به نظر شما بهتر از ILME هستن اینا دیگه؟ آره اونا هم میتونید تماس بگیرید، شما با این فورنی که ما اینجا گفتیم تماس بگیرید و بدید یه جلسه پرشون صحبت کنید و خیلی مهمه که اون تصمیم گیری چی بوده و چه اشکالاتی داشت و دلیل آفسلاک چی بوده، اینا رو بعد تمرا بتونید برگردونید. معمولا سه هفته فرصت دارید که تصمیمشون رو اسم اون شرکت رو یه بار دیگه بگین آقای فرانس. سوونسکا اوپفینار فورنینگ. سوونسکار اوپفینار فورنینگ. قربان بسیار شما سپاسگزارم. فورنینگ است نه شرکت. فورنینگ. خداحافظ. خواهش موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب 2398 بفرمایید لطفاً. درود بر شما آقای نوید و آقای فرانک. یک دنیا سپاس به شما. مصری وقتتون میشم. من دیر رادیو روشن کردم در اسپات با این گوگل فوتو. اگر کسی داشته باشه همه میتونن عکساشو ببینن یا اینکه نه فقط نه فقط اکانت داره. فقط کاربری که لاگین هست میتونه اینها رو ببینه. مثل هر چیز دیگه ای در تلفنتون، دوربین تلفنتون، ایمیل های تلفنتون، عکس های تلفنتون، اس ام اس هاتون. کانسپت کار به این صورت است که سکیوریتی لایر داریم، یعنی لایه های امنیتیه سه چهار تا ممکنه پاسورد باشه. بعد که از اینها عبور کردید چیزا بازن. این رو در فضای معمولی هم شما دارید. شما وقتی که میخواید از یک سوار هواپیما شید از یک سری مراحل امنیتی عبور میکنید بعد همه چیز دیگه بازه. متوجه این؟ در موبایل هم اینجوری است. حالا یک نفر میاد میگه که اوکی من که از همینا رد شدم باز دوباره یه چیز نه دیگه. وقتی که رد شدید یعنی دیگه بنابراین گوگل و همه کمپانیا این هست که شما باید روی موبایلتون مثل بانک هم مثل هر چیز دیگه ای شما وظیفتون داشتن یک یا چند پاسورد در لایه های مختلف نوع های مختلف هست و اینکه شما هستید که کاربر هستید، یعنی به معنی اینکه کسی با کد شما وارد بشه میتونه ببینه، بدون کد شما نه نمیتونه وارد شه. احسن، منم فکر کردم مثل شما همین الان برم خونه. شما پس رفتید توی موبایل خانمتون همین کار آقای آزاده کردین دیگه. بریم خونه. آخه میگن در ایران یه ماشینی داشت خیلی توم میروند، پلیس سر در گذاشت دنبالش، گذاشت دنبالش رو گرفتنش و آقا بچه اینقدر توم میری؟ گفت آقا حقیقتش موبایلم خونه جا مونده، خانومم هم خونه است، رمزم نداره موبایلم. پلیس گفت بشین ما کمکت میکنیم برو گازش. جلوش آجیر کشون رب برش بر. سپاس گذارم. خواهیش من بفهم اگر من بخوام این گوگل فوتو رو کلن حذف بکنم، چون یه موقع مثلا میخوام یه عکس رو پاک بکنم توی گالری من پاک میشه، این رو به چه صورت میتونم اصلا کلن گوگل فوتو رو از بین ببرم که عکسان در گالری از بین نره؟ برعکس این کار امکان پذیر است. شما نمیتونید برید روی گوگل فوتو عکسایی رو پاک کنید و اونها رو روی موبایل نگه دارید، ولی برعکسش امکان پذیر است. شما میرید مرتب عکس میگیرید، عکس ها آپلود میشن، بکاپ میشن اتوماتیک روی گوگل فوتو، بعد میتونید برید عکس ها رو از روی موبایل کاملا پاک کنید و ویدیو ها رو، ولی در گوگل فوتو قرار خواهند گرفت هر عکسی رو. یعنی مین اصلی اون سیستم اصلی و ادمینستریشن این مکانیزم
گوگل فوتو هست. اگر برید اونجا عکسی رو پاک کنید، هم از اونجا پاک میشه و هم از روی موبایلتون. بله سپاس شما، موفق و پیروز باشید. یادآوری هم کنیم که اگر قبول کنید که کوالیته ویدیو و عکس ها مقدار کمی کاهش پیدا کنه، اون موقع فضایی که در گوگل فوتو خواهید داشت یا میشه چیز unlimited، همیشه میتونید، هیچ وقت تمومی نداره. اما اگر قبول کنید که عکس ها، یعنی بگید که نه میخوام عکس ها با های کوالیتی باشه، چون مثلا من یه موبایل آیفون اکس دارم یا یه کامپیوتر خیلی مدرنی دارم یا یه تلفن خیلی گرونی دارم که این عکس های خیلی تاپ میگیره، رفتم مراسم عروسی بوده، مراسم فوق تحصیلی فرزند بوده، مراسم دارم عروسی دختر عمم بوده، این عکس ها باید برای نسل های آینده با هایست کوالیتی سیو بشه. اون موقع ماکسیموم جایی که مجانی گوگل به شما میده در حال حاضر است 15 گیگابایت. اما اگر میخواید این کار ادامه بدید و شرکت عکس برداری دارید، شما یک عکاسی هستید و غیره، اون موقع میتونید جا رو بخرید، بیشتر جا، 100 گیگابایت، 1 ترابایت، 2 ترابایت پولی. بله سپاس دیدید فراوان. قربان شما، موفق و پیروز بشه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب آقای فرانک، ما 98343 رو داریم. درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید. 93 دقیقه وقت داریم. خب نه 93 دقیقه نداریم، ولی خب یه ذره کمتره. جانم درود بر شما، بفهمید لطفا. الو سلام عرض کردم. خواهش میکنم، درود بر شما. مرسی عزیزم. درود به شما. یه سوالی داشتین درباره کامپیوترمون. خواهش میکنم. اینی که موقعی که میرم تو اینترنت باید استارت اومش بکنم. بله. چیکار باید بکنیم؟ برابری شما هر وقت که روی دکمه اون آیکون اینترنت رو دوبل کلیک میکنید، کامپیوتر خاموش میشه. نه. بله دیگه، بله خاموش میشه، استارت اوم میکنه. بله. آیا فقط روی این اینترنت هست که اینجوری هست، یا اگر یک ایکون دیگه ای رو مثلا یک بازی رو بندازید یا یه داکیومنتری رو روشن کنید اینجوری میشه، یا فقط با ایمیل اینجوری هست؟ فقط با اینترنت، هیچ همون دیگه درسته. بله. بعد این کامپیوتر دارای چه آپرینگ سیستمی هست؟ آیا ویندوز 7 روشه، ویندوز 8، چه ویندوزی روشه؟ ویندوز 8 دیگه، ویندوز 10 است دیگه، این جدید است دیگه. ویندوز 10 روشه. بنابراین کامپیوتر آیا اینجوری بوده که این کامپیوتر رو زمانی که خریدید رویش ویندوز 7 بود، بعد شد 8، بعد 10، یا اینکه از اول ویندوز 10 بود؟ نخه، ویندوز 7 بود، بعد شد 8، بعد شد 10. بله. بنابراین راجع به کامپیوتر صحبت می‌کنیم که حداقل 6 سال 7 سال قدیمیه، درسته؟ 4 سال قدیمیه. 4 سال قدیمیه با ویندوز 7، یه ذره پس دیر خریدنش دیگه. چون خود ویندوز 7 حدود 6 7 سال قدیمیه. خب شما کاری که باید کنید این است که معمولا این واقعه زمانی رخ میده که چون هر برنامه‌ای که شما روی این کامپیوتر روشن می‌کنید از طریق اون برنامه سیگنالی فرستاده میشه به ماکرو پروسسور کامپیوتر که عمل کن، کاری کن، یک ریکوستی اومده و یک سیگنالی اومده و یک برنامه باید روشن شه. خیلی از وقتا اگر به این صورت باشه که این سیستم خیلی قدیمیه، بعد اون مکانیزم یا اون سیستمی که پروسسور رو خنک نگه میداره خاک گرفته، خاک داره اون جمع شده و به لحظه و به یک بوردر یا گرنس یا مرزی رسیدیم که یه ذره این تمپریچر بالا پایین ممکنه این کیل سیگنال رو بفرسته. کیل سیگنال برای این است که اگر یک سیستمی خیلی داغ کنه، پروسسور و مادربرد سیگنالی به هم میفرستند و سیستم شاتدان میکنه که داغ نشه، از حد اضافه نگذره. ممکنه اینجوری باشه که شما این برنامه رو که روشن میکنید، این سیگنال که میره، این کامپیوتر در یک لولی است که به دلیل این نزدیک به داغ شدن یه دفعه شاتدان میکنه، ولی به دلیل اینکه میگید برنامه های دیگر رو مشکلی ندارید و با اینها کار میکنید و هیچ مسئله نیست، یک راه که دارید این است که برنامه رو که باش روی اینترنت میرید، کدوم برنامه است؟ آیا گوگل کروم است؟ آیا ویندوز اکس؟ آیا مایکروسافت اینترنت اکسپلورر است؟ یا نمیدونم، پسرم برام اینو درست کرده. خود کامپیوتر رو درست کرده؟ نه، برنامه رو روش کرده. بله. باید برنامه رو، هر وب براوزری که باشه رو باید برید در قسمت کنترل پنل، آن اینستال پروگرام، برنامه رو پاک کنید، کامپیوتر رو ریستارت کنید و اون برنامه وب براوزر رو یک بار دیگه روی اینترنت اینستال کنید. اما قبل از اینکه این کار کنید، یادآوری کنیم که بوکمارک های خودتون یا فیوریت های خودتون رو که اون سایت هایی که گفتید اینا رو لیست کردید رو از قبل باید یک بکاپ بگیرید.
معمولا زمانی این درست میشه که اپ‌های دیگه کامپیوتر رو خاموش نکنن، برنامه دیگه کامپیوتر خاموش نکنن، اون موقع یک اشکال و یک مسئله است در این برنامه‌ای که شما رو به روی اینترنت میبره. پاکش کنید، آن اینستالش کنید، کامپیوتر رو ریستارت کنید، دوباره بیاریدش و بکاپ هم یادتون نره. و اینکه در آخر این مسئله در ارتباطی است مستقیم با تمام قسمت‌های دیگه کامپیوتر. اگر شما ویندوز رو آپدیت نکرده باشید، اگر شما هاردور کامپیوتر و فیرمور مادربورد رو آپگرید نکرده باشید، اگر برنامه ادوب رو آپدیت نکرده باشید، اگر برنامه‌های خیلی قدیمی روی کامپیوتر است، اگر هارد درایو پر شده، چندین و چند عامل دیگه هم باعث این اشکال میشه. متشکرم فعلا باز این امتحان کنیم، بخاطر که سعی کردیم چیزایی که توش بود کپی بکنیم و دوباره این اینستالش بکنن اون چیزایی که داشته، ولی بازم همین مشکل رو داره، برای این بود گفتم. بله، حالا شما این کارها رو انجام میدید، بعد آقای زادی هستن در تماس با یک سری متخصص و چیز که شاید بتونن بعداً به یه تعلیقی کمکتون کنن. معمولا در این زمینه احتیاج دارید که با یک متخصصی صحبت کنید که کامپیوتر یا ببرید پلش یا بیاد پلتون و اشکال رو بتونه رفع کنه. متشکرم. خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشید. خب آقای فرانک، ما چون دیگه به پایان وقت رسیدیم، بله، این لپتاپ رو باز من نبسته و باز کارش نمیشه دیگه، علم و دانه زیاد آقای فرانک، کارش نمیشه که بعدم به وقت خودمون هم برسیم. من ازتون تشکر میکنم به خاطر این وقتی که گذاشتین. 1001 خبر ناگفته دوباره اگه خیلی مهمش مونده خب یکیش رو بگیم، ولی خب دیگه اگر میتونیم بذاریم باقی رو برای فردا هفته میریم برای هفته دیگه. من ازتون سپاسگزارم، آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که هفته آینده بتونیم در کنار شما شنوندگان صدا و برنامه خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده